عزیز، دوستان گرامی، سلام عرض میکنم حضور یک یک شما. آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین به صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین. آرزو دارم هفته بسیار بسیار خوب را سپری کرده باشین. یک اندازه به صورت بسیار مختصر در مورد مشکل تخنیکی که ما داشتم در هفته گذشته، ساعت 11 تعداد زیادی از شما هموطنای عزیز زنگ زدین که برنامه کجا شد. من مجبور شدم یک برنامه تکرار ما بگذارم به خاطر از اینکه هر قدری که میکردم نمیتونستم که از اتاق کنترل خود به کامپیوتر بیارم، مسائل تخنیکی بود و بعد از او گفتم نه دیگه، من موندن والا نیستم تا که من برنامه را درست نسازم. به این ترتیب نمیشه، نمیخواستم برنامه گل و گلزار وقت شب بگیرم. بعد از برنامه گل و گلزار که ساعت 2:30 یا 3 بود آمدم و شما عزیزایی که در فیسبوک هستین همگی با ما پیوندین و همچنان وطنهای عزیز ما در جادو برنامه را دیدین. یک اندازه راجع به ترپم، راجع به سفرم صحبت کردم که نمیخوایم زیادتر از او بگویم. شما کسایی که در فیسبوک شدیدین باز خسته نشین، اما کسایی که نشنیدن بگویم که در هفته دو هفته قبل ما نظر به دعوت یک دوست بسیار عزیزم، دوستم گفتن نمیتونم یک برادر خواندیم یا برادرم، عروسی پسرش دعوت شده بودم به ازبکستان. ازبکستان رفتم، بسیار بسیار وقتم خوش گذشت، بسیار یک سفر فوق العاده بود، عروسی فوق العاده بود. یک دنیا و یک جهان تشکر میکنم و از محبت و مهربانی های این برادر عزیزم که مرا هم در این خوشی خود شریک ساختن. البته ساز موزیک عروسی از افغانا آریانا سعید بود و از ایرانیا اندی بود و همچنان هموطنهای گل که در اون شب تقریبا 1,500 یا 2,000 نفر بود، هر کدامتان آمدین، محبت کردین، برنامه رو میدیدین. یک دنیا و یک جهان امروز قلبا باز هم در اونجا هستن. تشکر کردم، با آغوش گرفتم امرویتان، اما قلبا باز هم هستن تشکر میکنم از محبتتان، مهربانیتان، سپورتتان، همه چیز دان. در مورد جادو چار باید بگویم که جادو چار، کسایی که جادو چار دارن، البته من هم جادو چار دارم، یک کمک یک پرابلم ما پیدا کردم. وقتی با جادو صحبت کردم گفت هیچ پرابلم نداره تلویزیونت. بعد از او ما 3-4 بار، یعنی وقتی شما جادو رو چینل مره میگیرین استاد میشه، باز چینل میگیرین استاد میشه، دستیم چارم باز شروع میشه که پرابلم ما دیروز البته متوجه شدم. خب شما با آهنگ زیبای خانم پرستوی عزیزه با او صدای گیرایش، با او صدای زیبای شنیدین که دل آدم به خدا خواهش بیجا میکنم. امروز از مسائل سقیل و نمیفهم این آن گذاشتم و امروز خواستم که یک تقدیر کنم از خانم پرستوی عزیز. امروز خواستم که میمان عزیز برنامه ما باشه. خانم پرستوی شما میشناسین که یک هنرمند است که هیچ وقت خاموش نبوده، هیچ وقت آرام نبوده، یعنی برای مردمش در 35-40 سال است که خدمت میکنه، آواز میخوانه، عاشقانه میخوانه، آهنگای زیبایش دل آدم. من خودم آنقدر دوست دارم که یعنی اگه هزار بار بشنوم یا آهنگ برام خسته کننده نمیشه. همیشه شما میفهمین که میگن که all time favorite، به انگلیسی که میگن all time favorite، یک آهنگ ماندگار، یعنی بعضی از آهنگای خانم پرستوی عزیز آهنگای ماندگار است. مثلا یک آهنگ شب بارانی یا یک آهنگ دیگه شام که اگر عشق گناهی می بودم، تو یک چیزی است که متاسفانه من در قسمت شعر یک ذره پرابلم دارم اما امروز میمان بسیار بسیار عزیز ماست. یک موضوع خدمت شما عرض کنم که خانم پرستوی عزیز در عید قربان کابل رفته بود. یک برنامه شد چندین بار در انباکس برای ما گذاشتن هموطنهای ما. من این برنامه را از اول تا به آخر نگاه کردم، واقعا آنقدر یک برنامه جالب و فوق‌العاده بود که من حتی او برنامه را به تلویزیون گذاشتم. متاسفانه نمیتونم که در فیسبوک بعض قسمت‌ها را بگذارم، چرا که تلویزیون طلوع فوراً کپی رایت گفته پس میکنن، چنانچه که دیروز در پروگرام شهلا جان هم چه اتفاق افتاد و ما پس اثر همه چیز درست کردم که شهلا جان بتانه که به برنامهش ادامه بده. همچنان یک سلام
یک سلام نه، هزار سلام گرم به شما وطنای عزیز و گل نازنین در فیسبوک که همگیتان منتظر برنامه می باشین. با خدا باور کنین از خاطر شما میایم. اگر نی روز یک شنبه کی از خواب میخیزه و میایه و لباس میپوشه و موی درست میکنه و روی درست میکنه و میایه، اما همگیش به خاطر روی شما عزیزا و نازنین هست. خب به این حال که میمان عزیز و نازنین خود داریم، بیاین که ما برام و پرستوی نازنین بروی خط بیارم. البته بروی خط هستن، منتها عکسشان از طریق اسکایپ بگیرم. کاش که میشد که از طریق اسکایپ آمده میتونستن، متاسفانه نشد. اسکایپ یک کم پرابلم داشت، البته اسکایپ من باشیم که من یک خانم پرستوی گل بیارم که بعد از اون صحبت های خدا شروع کنیم. شما هم اگر ای هنرمند نازنینتان قدر میکنین، عزت میکنین، زنگ بزنین، دوستش دارین، دستفات امیال خو یک عالم لب برش روان میکنین. یک صد سلام بروی هر کدام شما فیسبوکی های قند گل. خب میریم به سراغ خانم پرستوی عزیز. پرستو جان گل سلام. سلام سجی گل، بروی ماه سلام. سلام، صد سلام بروی ماه خود. چی حال داری عزیز دلم؟ قربانت بنده باشی، خوب هستم. تال خود نفت میکشم. یک خانمی که هیچ وقت آرام نمیشینه، هیچ وقت خاموش نمیشه، همیشه در قسم در عرصه موسیقی فعالیت داره. و چطور میتونه بگه من روزم نفس میکشم با او انرژی که داری؟ چی حال داری؟ خوب بسیار سرحال، خوش و خوشبخت. بیننده عزیز یک موضوع خدمت شما عرض کنم، کسایی که تازه با من میپیوندین، ما و خانم پرستو بسیار دوستای نزدیک هستیم و من نمیتونم که بسیار رسمیات امرای پرستو جان گپ بزنم. بسیار میبخشین که ما اگر پرست خانم پرستوی عزیز تو میگم و شما نمیگم، چرا نمیتونم؟ گفته چون رفیق و دوست من است. به این اساس پرستوی گل، ما کانسرتت در طلوع دیدم و او رو به تلویزیون هم نشر کردم. واقعا بسیار بسیار زیبا خواندی، بسیار مقبول خواندی. چی آهنگای ناب او زمانایی که به سن سال ما و شما همگی امرای آهنگای بزرگ شدن خواندی. اینالی بر ما راجی به می سفرت به افغانستان و هم در عید قربان بگو و همچنان چی دیدی مسائل افغانستان در او زمان؟ گفتن که حمله انتحاری شد و این شد و آن شد. یعنی میره اگه میخواییم به صورت مفصل بر بیننده ما بگویی که امی چشم دیدت از افغانستان بگویی خلاصه. اول تشکر میکنم که پروگرام و دین اسمار دعوت کردی که ما بعدم سپاسگزار هستم. جانم هم میشنم. بله، و دیگه ای که نخو اکان از سال 2010 تا حال درون افغانستان نوای سل نوای زن افغان کار میکنم و بعد کار اجتماعی دوام دارم، ولی در ایدا و اینا تلویزیون ها که باز مخصوص دعوت میکنن میرم و در ایدا تلویزیون تو رو لطف کردن که رفتم، اما خبرها رو که شنیدم گفتن یک آتش بس است و دیگه از صدای دو بارود و جنگ نیست. مردم میخواهند خوشی کنند، مردم میخواهند راحت باشند، جوان ها میخواهند پایکوبی کنند و من که سالهای سال است که انتظار یک آرامش فوق‌العاده را در افغانستان میخواهیم، گرچه من بسیاری وقتا در درون افغانستان بودیم اما از من کنسرت ندیدند. در از این که من در اون حالت های که سر افغانستان نه واقعا به خود عقل نمیتم، واقعا در غم و اندوه مردم افغانستان شریط هستم و کنسرت ندیدیم. می بار که رفتیم گفتن که آتش بس است. خب من رفتم، روزای اول واقعا آرامی بود و همی کنسرت من خوشبختانه بگویم یک چانس با پیدا کردم که میره ثبت کردم و بسیار سرحال اینا. پس فردازی واقعا دیدم که انتحاری شده و می لیلی که ملیت عزیز و نازنین هزاره ما بچه ها بخترهشان درس می خواندن و ختم تحصیل از اینا بود. اینا از خانواده های بسیار غریب بودن و بسیار پریشان بودن و پدرها و مادرها انتظار داشتن که اینا ختم تحصیلشان اشرا میرن نانوار خانه میشن که یک زمین ها به هفت صبح به خاک خون شدن. امیده به من با هم یعنی خانم بیجرات هم نیستم قدر سرانوان من این تاثیر کرد واقعا میرزیدم و صبح چهار شب باور کنیم که بر من نان بیاوردن و نان بسیار فرق کنه و اصلا من آنه نمیخورده. باخر از من سوال کردم که چی میخوایی بخوری؟ گفتم یکی روز یا جوش بر من بیارین یا چای. ما
طرف میدوید و یک خوابباز بود و صدای آمبولانس بود و صدای طیاره ها بود که میرفتن که جنگ خاموش بزدن. یعنی یک شهر وحشتناک شده. می شهری که ما دهید کلان شده و چقدر زیبایی های دی شهر ندیده و چقدر آرامش مده اونجا کلان شدیم. دیدیم که این مردم یک سراسیمه هستن و خنده از دوای مردم کنیم. باز من بعد از این که کنسرت مجرا کردم یک دو فیلم مصاحبه را قبول کردم و دیگه فرداش به استادیوم کابل دعوت بودم از طرف خود تلویزیون طلوع که باید برم اونجا موسیقی کنم. به حضور معذرت خواستم ازشان. منظورت یعنی در استادیوم مسابقه که بود اصلا خود دعوت بودی که بخوانی اما نخواندی؟ جان وقت در کابل در امی حالت بودی مثلا وقتی حمله انتحاری شد و ای آموز گاران به اصطلاح شاگردا بودن یا هرچی بودن کشته شدن شهید شدن تکه تکه شدن چیزی را خود دیدی یا ندیدی یا فقط شنیدی؟ اصلا از وقتی که اونجا دادستان میشه تمام تلویزیون ها بودن و میابلین بود تقریبا از خبر یک نشده بود که تلویزیون طلوع برنامه را رفتن اونجا مستند فرزرگوزی کردن. واقعا اعتبار تان بگویم که یعنی اون صنایع را که مدیده و تلویزیون را نشر کرد یعنی واقعا هیچ بطن گفته ها میتونم چه خسن بطن تشریح کنم بوده نیه امور تشریح کنم و میخواییم بفهمیم بخاطر از اینکه چشم دیدت است و در تلویزیون ها درست نشان نمیتن. در وقتی که حمله انتحاری شد بعد از او یک راکت نی دو راکت نی یک 20-30 راکت هم در شهر کابل فیر کردن اما این روز دیگه ایش بود دیگه این روز دیگه این نشد این راکت ها نبود تمام روز تنها همی لیلی بود که همی جوان ها کشته شدن باز
چند روز بعدش این رابطه شد که در هر جای دیگه این رابطه های ثابت کرد. اما خوشبختانه که مردم ما به این رابطه برابر نشدن و جان به سلامت بردن و فضل خدا که کشته نبود به این رابطه. پرستو بسیار همی سبایزی و بدن از این هر طرفی که به اصطلاح ثابت میکرد یک صدا بود و یک بسیار واقعا بیتابل بود. آیا وقت افغانستان میری یا رفتی یک حراس به دل نداری که ما یکی در این خدا نخواسته در یکی امی املای انداری ما سر دوچار نشم؟ ما چیز به فکرت خطور میکنه یا نه؟ ما چون خود به افغانستان نبر آمده به افغانستان کلان شدیم و عادت دارم بشناسم از جای افغانستان مثلا تمام ولایتایش بشناسم، برون شهر کابل میفهمم کجا هست، خیخانه کجاست، چه ستون کجاست، دلمان کجاست، پر باهمی کجاست، بزرگا کجاست، اینی کجا افغانستان بشناسم و ما بشی بسته شدیم از رای افغانستان. نه او خود درست، اما یک حراس نه هیچ وقت ما برای این نمیترسم که مرگ اتر تناب در راکت و انتحاری نیست. اگر خداوند بخواه که از انسان نفس بگیره در هر جایی که باشی میبری، این تو نیست که نفس به افغانستان بره به راکت یا انتحاری یا بم یا یک چیز میمره و بعد به بیرون باشه نمیمره. این تو نیست شما به شما میبینید که شما در امریکا زندگی میکنید، مثلا ما به جرمنی برای به هزاره افغان ایلرش تیر میشه که بخری یک مریضی میمره. خب مگر جان نگاه کردن؟ کار با ما اونمو از کنون اونمو مملکت به شدت رسیدیم، پرستوی افغانستان هستم، پرستوی مردم افغانستان هستم. زیادتر خدا در افغانستان سجی گل راحتر احساس میکنم، مثلا میبینم که همگی تشنه موسیقی میباشن، همگی مرا مشتاسن. من یک ثبته بسیار طولانی یک خاطری بسیار یعنی شاید جوانا یکی به صدای مکران شدن امیده ها رو بیاید در کنسرتان ببین میشینن و شما میبینین شاید کنسرتان نستیم برم خط می اصلا از این چیز نمیترسم که افغانستان میرم، فقط از این میترسم که میبینم که انسان ها میبرن وزی راست دارم که نه منظور ما ای بود چرا نمیتونم آرام زندگی کنم. آه عدف من سال 2010 تاله درون افغانستان هستم بسیار کم رجب منی میباشم. اما عدف ما ای بود که جان نگاه کردن فرض است. اگر مثلا ما بخوایم که در اونو قسمت وارزون است یا جنگ است، خب یقینا نمیرم برازی که من میگم که احتمال ازی وجود داره که شاید در امی قسمت یعنی ما برابر شم. خود جان نگاه کردن فرض است. ای که در اکسیدنت موتر آدم میمره یا مریضی سرطان یا عملی قلبی، او خود یک چیز دیگه است. اما ای که در یک جایی که جنگ است و راکت است و خمپاره است و دود است و بارود است، والا آفرین شما که میرین در افغانستان. و من بسیار متاثر هستم و متاسف هستم با حال مردم افغانستان که ای بدبختی ها را که پرستو جان ناظرین خودت از نزدیک با امرایشان دیدی، زیادتر چی میگفتن وقتی امرایت با تماس میشدن یا به سر سرک میدیدنت؟ زیادتر چی گلیشان بود، گپشان چی بود؟ ما یک روز به نیمه سرکی کنم خودم جوانا فرار کردم از شما ببینم و بعد یک روز دیگه خودم به جوانا فرار کردم شما ببینم جان بابی ما از طرف شام که می بود می رفتم شارده و پیاده می رفتم و بمایی که دروغ نمی گم امرای من مثلا دوستا می بودن یک تیران کسای امرای می بودن. اما می دیدم که مثلا یک جوان از دور می بره می گم اون خانم پرستو یا مثلا یک خانم دفت پرستاد می شم می گم اون خانم پرستو. مردم زیادتر به می شرایط هم کستن سجیه جان گل باور کنین که آروسی های خود را تجلیل میکنن، باور کنین که نامزاری ها صورت میگیره، باور کنین که رستوران ها همه گیش پر است و شما میفهمین اتقدر رستوران های مقبول مفشن ساخته شده و طلای مقبول ساخته شده در افغانستان. یعنی خدا شایست ما اگر بگم که ما تمام دنیا را گشتیم مبالغه نمی کنم، یعنی جهان ما خوب شدیدیم. اما میاد اتی سالونه هست که واقعا وقت خودم داخل شدم بیاد سالون عروسی میفهمم، یعنی خود میدان بندم که امی سالون باور کنید که ما در هیچ مملکتی که ما داشتیم تو الان یک سالون زیبا ندیدیم. مردم دیگه آن برشان بی تفاوت شده؟ مردم ایتو برشان بر افغانا اینمی موضوع اقرار سوشت به خاطر چی؟ که میگنیم اینمی هست بگه ما از اینمی نجات نداریم.
اما اطرم نمیشه که مثلا انجینیر نره برای افغانستان کار نکنه، هنرمند نره کار نکنه، مثلا نقاش نره کار نکنه، پیلوت نره کار نکنه. خیلی هر کدام ما از مرد بترسیم که در این مملکت ما چطور آباد شده، همه چیز داریم که پدار فنا بره، این خوی امکان نداره. امروز خود طبیعت برنامه سازستی، اگر مثلا در خارج از کشور زندگی میکنی اما شورت یک تعدید روانی خودت تعدید کنه، ولی میده برنامه استفاده میشی و برنامه تا تنظیم میکنی و برنامه تا نشر میکنی. از این سبب بگم مردم آن راستی برتن بگویم که عادت کردن به چیز و هیچ پشت دیگر نمیگردن، اونمو یک ده دقیقه یا بیست دقیقه یا یک ساعت یا دو ساعت که نمی یادسته میشه، پس ببینیم کنم مملکت نرمال است، اونمو کافی شام است و موزیک شام است و سرباز شام است، سارندو شام است و امنیت شام است، همه چیز که دوباره رو تو بالت بدید. یک طرف جنگ و یک طرف آرامیه. من تو یک چیز هست که یک روز دو سه روز قبل که صحبت کردیم راجع به یک خانم، یک داستان یک خانم گفتی که مرا بسیار زیاد متاثر ساخت. یک خانم که گفتم که مردم جای میرم یه اول دوستان رو پرسن میکنم که خلیت هم سایید که از چی هست چیش یک دوستان بسیار عزیز مرتمه او رو بچه خود میگم و بسیار بچه بادانش هست در افغانستان فاکولتی خود خلاص کرده و فعلا در کمپانی کار میکنه، میشه که افغانستان برو فامویش خودش پیشون میاد. روزونا به طرف هم یوشار طرف باغبالا زندگی میکنن. برای من قصد دفکالیت مثل خونیست که مثلا انسان داشت کمک کنه، دو نفر خونیست که کمک کنه. گفتم یا در پولی خانیم و یک خانم است که در یک ویرانه زندگی میکنه و یک مادرش که ساله داره و یک تا اولاد خود ای در جنگ از دست داده. گفتم چطور از دست داده؟ ای کسی از این خانم ها برای من کرد. خب من بسیار علاقه گرفتم، گفتم خیر تو بیان تو یک شام بیخبر خیر اینجا میریم. رفتیم یک شام بود بیخبر که راستی واقعا یک خانگه که بسیار کونه که حال خدا رو گفت بسیار خوشبخت هستم که یعنی گرمی است، حالا نه پشت زغال میگردم و نه پشت چوب میگردم و نه پشت در دروازه میگردم. پرستو جان رو بازد تو بیایی و زمستان رو من ببینی دیوانه همیشی. گفتم بیا تا زمستان خداوند میروان است که ما بتانیم کاری یک کمه کنیم. اینجا که رفتم که یک خانم، یعنی خانم جوان بسیار سرحال یک خانم و چیزی با یک خانم فکر هم یک چاده از این سر پتا داده بود. یک خانم 80 ساله یا بالاتر از 80 ساله دروی یک توشک بود. گفتمی که گفتی مادرم است که من خاطر از این زندگی میکنم تبایی نمی بود. گفت من وقت خدا در سرمی قبر اولادای خود گفت میرفتم میکشتم وایی. گفتم اولادای تو چی کنم؟ به وقتی که جنگ شد سارا برسان میگم که وقت برنامه رو نگیرم. به وقتی که جنگ شد ما رفت کردیم طرف پاکستان بسیم چندین افغان های دوگام اولای ما پای ما رو شد کسی که رو امانان پیشش بود باز یک خانم دوگر بگد که بگیم بچه یکی در بدی باز اگه پیش یکی اگه ها بود میگو بگیر در دفترت بدی. خوی نمه که رفتیم و فضانی سو شاورم تا پاکستانم نرسید درا شاورم مرد و نتانست دینه میدارم. تکلیف هم داشت، تکلیف قریبی داشت. امی افغانایی که گفت همراه ما بودن گفت شوهر ما دمو دشت کندن مقصد گوش کردن و ما رفتیم طرف پاکستان. ما گفت همراه از تاوان خود در اوجه ماندم و تنها دوتا بچه ها که ما گفت یک کمه یعنی میتونستن که یک چیز کی کنن یک ذره کار کنن. هفت سال گفتم بین پاکستان گدایی کردم، روی سرک گفت با کردم، کالاشویی کردم، منتی که بود گفت کشیدم. بالاخره نشد گفت پس آمدم افغانستان آمدم. گفت با هفت سال آدفت بچه های خدا گفت با این تاری هست استادم برزای میدان اولی گفت این تاری که شد درهای بیمارو گفت دو بچه من گفت دو هست استادم دخترهایم هر اولادم گفت در مریضی مرد، در بینانی مرد، در غربت مرد، در خانک مرد، در سینه و بغل مرد. واقعا فرزیا جان بگن ما اونمونجا که مرنس هم اتبارتن بگویم که آنه که یادم نیایی که من چطور تو نفس کشیدم پیشوری از این خانم استاد شدم اما دیدم که اگر من اینا میجه گریه و آل مقال کنم این خانم بخی مورال زیف میشه و بقل خود گرفتمش گفتم این میاد از سرس نست خود تم اگه یست. خب پس هم وقتی که من روش گد زدم تا وقتی که در بقل خود گرفتمش اصلا من نشناخته بود که من کی هستم. این خانم گفت از کجا بده بزن بچه بش گفت آقای نازنین این خانم پرستو است. وای گفت چطور جرم میشی دیگه بازی خانم زیادتر گریه کرد و حال بقایی تریه. یعنی این یک مثالش هست، این یک نمونهش هست از خود ما، شاید از اعضای فامیل ما که امروز در افغانستان مانده بسیاری هاش شاید که زندگی بده داشته باشن، شاید که هم بر کدامش خانه ندارن و چیزی که ما
بسیار نرم ساخته ایترای خانه با زبان ظالمای خدا مدرسه که خانه خوب و فیشنی دارن یا چیز دارن با چقدر ترایی از رو بلند میکنن. این مشکلات ها بسیار جیبل در اون افغانستان است که آدم ها واقعا بسیار آزار میده. من سال 2011-2013 سال تنین زنگایی که کدید همش به یوتیوب هست حتما شاید دیده باشی خودت که برنامه دیگه ما برای خانمای سوختگی بر خانمای بیوه بر کسایی که یتیمدار بودن همه چیز خدا ما اونا موجه تسلیم کردیم و آمدیم. آفرین پرستوی جان پرستوی جان از افغانستان بامی که من خود من کدام خانم سرمایه‌دار و پولدار اینا نیستم یا هنرمند هستم که تای 40 سال که زندگی کردیم همه قدر میکنم که صبح و شام خدا بخورم و احتیاج به دیگران نداشم. اما واقعی که همه چیز از خود قبول میکنم در دیگران میتونم بگم برای اینکه آلت بسیار خرابه مخصوصا زن بسیار در افغانستان بیچاره است. یکی از جای میره و بعد موضوعات دیگه میشه و باز پس باز دفتر کار کنه نمیتونم و مجبور است بیاد خانه خود بشینه و این بسیار دیگه سخت است. پرستو جان گل ما، من یک برنامه ویژه تا در یوتیوب دیدم واقعا بسیار باعث یک دوست رفیق تحسینت میکنم برات احترام میکنم که من دیدم که چه پول به دستت و به دور و برت همی اطفال غریب و بیچاره و همی پول به مردم توزیع میکردی و بسیار تقدیرت کردن از طرف مقامات بلند رتبه افغانستان به می خاطر کارهای خیریت و اطفال را که برشان پول می دادی و به دور تلقه زده بودن اونا خواه نمی فهمیدن که تو یک آوازخوان بسیار مشهورشان هستی یا می فهمیدن؟ جالب بود ما اصلا میان به طبق آبا جانم می خواستم سجیه گل که بدل من ثبت کنم که یعنی از دیسی گزارش پس می آمدم به جرمنی و اون دعوت ها برای این دفعه تلویزیون آریانه بلاد سید مرا برد کنه بود که من رفتم باز در اونجا که من رفتم که آهنگ ثبت کنم دیدم که کل همی جایی که ممی ویرانی دارلمان که ممی خواهیم که آهنگ ثبت کنم ای کلش پرده زدگی است و تکا اندازتگی است و تفلاس و چطور خونه کس ای تفلک ها که پیش آمدن کس افتاها به دستش کس چای جوش و خسی که ها می بودن یک دانه نل بود و پی اندازه خانه بود یک های از یا ترکیده دستک های از یا خونش و اطلاعی های از یا بچ چبلت پلاستیکی یک طرف شمس یک طرفش نیزد که سعی که بود که از کل تعمیر از مردم پرست نفر سوال کردم از کرا و سرباز ها و این آمدن گفتم روز در ما گفته بودن که خودت اینجا در فیلم برداری می هم نگی هستن از رئیس سرکانش رو من دیدم همش در یوتیوب از بله اینجا خواهی من کجا ست کنیم کل از اینجا چی رفت گفت اینجا در اون چی باقوانان کوتی سنگی یک چند شد بین 2 میلیون و اینا باجر شدن خانه های خدا ماندن و دیگه جای نبود به اینم اینجا آمدن من در هر اتاق دیگه که سجیه جان برو شدم که یک انسان بالات جان کردن در اتاق از این درو شدم که این چیز نیست این همه که بیاد بقل یک انسان شیشتر در از جای رفتم که یک هم آتش هست و چند نفر میخوای دستان شدم همینجا مجبور شدم و تلویزیون هایی که مرا درم کردن در درون افغانستان مخصوصا تلویزیون بیان سب واقعا کانسرت که مجرا کردم بسیار یعنی باید یاد کردم که بسیار پول فراوان برمدد اما شما باور کنید که کس کمرای ما بوده نفری باجان شمال بود و خود می موتروان کمرای ما بود سیکوریتی های کمرای ما بود باور کنید که سجی جان من به 4.5 یورو از افغانستان برآمدم این هیچ کس قبول کنه نمیتونم نی در یوتیوب دیدم یک مشکلات زیاد داشتم سجی جان که من آقای میلیار فاوت کرده بود دختر بده مکتب بود و من زندگی من اتر کنم چیز ندارم که من بشینم بسیار لاف بزنم برونه که بودم پیشم که من هنرمندی میکردیم چقدر شرایط بر ما دشوار بود در وقتی که ما هنرمند بودیم چقدر برای مملکت و مقررات اسلامی که ما داشتیم نفس کشیدن هم میتونستیم اون بخشو که شرایط بر هنرمند ها چقدر آزاد هنرمند ها از هر نگاه زبای تکنولوژی از نگاه فکر اندیشی آزاد مردم باور کنیم من به 4 یورو رفتم افغانستان به 4 یورو مفس این قبول کنید که ما آمدم من هیچ چیز نوردم هیچ چیز نوردم بیجه که آمدم اروزم گریه می کدم که ای کاش که من یک میلیونر می بودم من یک کسی می بودم که پیسه می داشتم همیشه که افغانستان رفتیم دوستان لطف کدم آروسی پیدا شده رفتیم خواندیم اما دست
بیچاره تر در جهان نیست امروز زن افغان است. زن افغان مثال بدبختی دنیاست. اگر یک زن افغان ما کمک کنم واقعا که ما کمک میکنم. و وقتی که من نوای سل نوای زن افغانستان کار کردم، خانمای پارلمان، وزیر امور زنها، تمامشان من سپاس گذارستم که اما من یاری رساندن و پول را که من جمع کردم تمامش، حتی من دوا میبرم سلجیه جان، بسیاری وقتا میرم دوا را جمع میکنم بر طفلا، دوایی که مذارت میخواییم اینا در لیدیم در یوتیوب همیشه دیدم. بله، یعنی کارتن شما کمی فیلم تاثر ببینید، کارتن های دوست که من خودم در تایره که میرم یک بکسه که بسیار خودم در خود میبرم. پرستو جان، اگر ما پرستو جان، ما امو گزارش ویژه که در مورد خودت در کابل بود، ما دیدم، کمکارم دیدم، دوست داشتم که بیارم امو را برای هموطنها بگذارم که فعالیتهای تا با وجودی که یک هنرمندیستی که مثل یک درخت بید استادستی و هیچ شمال ای طرف و او طرف نمیبرید، اما قلب پر از محبت به مقابل مردم غریب و بیچاره افغانستان داری. من همیشه دیدم، واقعا بر احترام میگذارم و خداوند اجر برات بده. مرا صحبت در مورد امو خانم که اولادای خود از دست داده واقعا بسیار ایموشنال ساخت، کم بود گریه کنم. ما با حال مردم هم پرستو جان گل، موضوع افغانستان که هر قدر صحبت کنیم، اینقدر بدبختی در اون مملکت ما هست، اینقدر بیچارگی در اون مملکت ما هست، کمی هر روز که اخبار ما تعقیب میکنم واقعا دلم از دنیا سیاه شده. دیشب امروی یک هموطن گپ میزدم و او از افغانستان آمده بود، بر من راجع به بدبختی های افغانستان گفت. گفت از طرف شب اصلا کس بیرو رفته نمیتونه. نه نمیتونه. کسی که مریض میشه، سجی گل، مثلا یک خانمی که باید تار مثال طفل به دنیا بره، یا کسی که خدا نخواسته حادثه بسیار خطرناک باشه که باید به شفاخانه بره، باید اینا اول بر پلیس تلفن کنن، بر اون منطقه که زندگی میکنن بعد از او باید کمک شون و بالاخره اتر ساده، یعنی اگر کسی بگوی باید هر کس رفته نمیتونه. سخت. من آلی مردم در افغان، بیننده عزیز بسیار میبخشین، خانم پرستو یک هنرمند است، یک آوازخوان است که واقعا به سالها در عرصه موسیقی افغانستان بر ما و شما خدمت کرده. یعنی می خدمت که میگیم که یک خانم که از خانه بلند میشه در اون شرایطی که در افغانستان بود میره در رادیو میخانه، باز تا به حاله، یعنی در یک جشنواره که من البته امو جشنواره را میگذارم، باز امروی پرستو جانم گپ میزم، چون امیال آنقدر امی صحبت های پرستو جان سرمت تاثیر کرد که دلم داغ 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 میشه. پرستو عزیز، بیان که امی قصه موضوع افغانستان در امینجا بگذاریم، یک آهنگ تا بسیار، یک آهنگ دیگه تا بسیار دوست دارم به نام باشیم که ممی نام از امی آهنگ ببینم که امی شعرش از کیست، برازی که نمیفهمیم که شعر آهنگای از کیست، تنظیم موسیقی اینا شعر دل آدم سجیب جای داره برتن بگیم که شعر از سخی جان راهی از دل آدم، از استاد عزیز ما و جان قاسمی است. دل آدم لا 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 الله به نازمت کی خواندنه کردی بن نازمن، یک ذره دیگه شوخی کن دیگه، حالا به خودت چی نگی مثل که یک ذره شوخی کن که چی از تصمیم مذاره
صدا آوردم کردیم و بشینیم بمیریم که کافی از یک طرف از یک طرف هم دست داشانی من دفتی که را بریم کارکارت که دستی و من میگی که من چرا افت دادم نیاز میگی وقتی از اتاق پیلنده از این دشب جشنواره از اتاق ما برمارم پالی اتاق ما اتاق پرستو جان بود اردیم و از این طرف آمد من از این طرف رفتم 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 بدون دلیل اللای افتادن کدام که پرستو ایران من گفت چرا تو افتادی؟ من امو افتادی او مای گاد با خوب شد که جای پایم نشکست دستم نشکست کدام گپ نشکست نه سوال کردی که من چرا افتادم اینجا برای خنده دارم خواهد دارم دیگه چرا افتادم نه یک آدم درست 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 سعی سعی را میره یک دم گرم مفته من ریمه گشتان گفتم پرستو جان چرا با افتادم تو میگی من چی میفهم که چرا افتادی خب امی آهنگ دل آدمت هم که کمپوزش از ویجان قاسمی است یک آهنگ واقعا بسیار ماندگار است. اینال یک آهنگ دیگه است که ایران من بسیار دوست دارم به نام عشق. عشق کار یک دروغ است. عشق کار یک دروغ است. شعرش است که علا دل جیگر عشق بنازم. عشق که به مرد داشته باشی یگان نفر یا بعض وقتا دروغ است. مگر عشقی که به خدا داری به وطن داری به اولاد داری به دوست داری او عشقا دروغ نیست تنها به من در تالار دروغ که من میخوندم بچه جوانه صدا میکرد که راست میگی خانم پرستو که عشق یک دروغ است چون این عشق فریب از بس که فریب خورد گفتم بسی دون دوگه عشق کنیم کاشت نشه اما این خواندن شیرش از کی است؟ از کریمه جان ویدا من بسیاری شیران سجیر جان گل شب بارانی و یک شب بارانی جست تو تا زنده هم کی میگه عشق ماندگار است تو به اوج من به جرفا زندگی یک رای دور است بسیاری تقریبا یک 80% آهنگایی که مخاندیم شیرش از کریمه جان ویدا الهی دل جیگر کریمه جان ویدا را با این اشارش بنازم که چقدر اشار گفتم اشارش من همیشه برای من لطف میکرد و ما هم بسیار کوشش میکردیم که شیرهای زیبایش زحمت بکنم و کمپوزا تمامی کمپوزا از استاد بزرگوارم از استاد خیال است که از طریق برنامه سلام اترام از میکنم از من ست و 41 سال است که شاگرد استاد نالدار افغانستان استاد خیال است ولی پیش دیگر هم دستیم یک از دستخانه های شانیات گرفتیم که خود استاد من میشه به من توصیه کرده که بچیم هر جایی که موسیقی مثبت کس برای تیاد میداد یاد بگیری اما احترام داشته باشی هیچ وقت بچه برای کس به احترامی نکنی هیچ وقت اما محبتی که برای مردم میکنه موسیقی فراموش نکن یک دقیقه پرستوی عزیز که من ببینم یک هموطن زنگ زنگ که چی میگن بیننده عزیز برای خط هستین بفرمایین سلام سلام خوبی سلام جانم شما چی حال دارین بفرمایین شکر آمده اینو بنا خود یک خواهش میکنم فرق که دارم که پرستی جان رو بودم خواهم بنا خود کنم میدوم و میدوم و خدا که فیجان میکنم که فیجان میکنم گریان نکو قند ما از بس که دلای ما و شما رو افغانستان نازک ساخته اینم گریان ما با اصطلاح که در مقابل میگفت سر بینی ماست امی آهنگ چی بود؟ امی آهنگ پرستو جان چی بود؟ مینورده آجان میگم مینوار مینوار هم تو یک چیزی میگه عشق یاد آتش هست عشق برای سوخته عشق یاد بیرنه آه چرا نه آف کورس که میتونی زمزمه کنی خواهر عزیز بشنو که برد زمزمه میکنم خواهر عزیزم بشنو که عشق بسرد گیریم بسرد بینم عشق بینم که یک چیز خراب است چطور کنیم دارم من به اطرام کمیر زمزمه میکنم اوکی
پرستو جان، یک آهنگ دیگه پشتوی دیگه هم داری که من او آهنگت هم بسیار خوش دارم. فکر میکنم باز او آهنگت فرشته جان خان، رازه رازه برکت میریاسه بخوانده برم امورم، یک زمزمه کن رازه رازه دل جیگرت بنازم پرستو، دل جیگرت بنازم که ادهی به این صدای مقبول که رازه رازه را که خواندی یا ای آهنگای مقبولت اینال جوانایی که امروز آواز میخوانن یا هنرمند شدن، هنرمندایی که سابقه دار هستن مثل پرستو جان، امیر راه موسیقی را برشان باز کردن شما هنرمندای سابق، و چیزی را که شما یعنی در اون زمان کردین اینا به یک شکل دیگه میکنن، مگر این صدای جادویی شما را فکر میکنم که تکرار دیگه نمیشه. یک امی آهنگ دیگه که بر پرستو جان مگذارم، این بر خود پرستو جان مگذارم، برای زیکی آهنگش من آهنگش هم بسیار دوست دارم، بسیار شعر مقبول است. بینندای عزیزی که در فیسبوک هستین، شما خوشحال هستین، ساعت تان تیره است، 1:41 ما 41 ثانیه چی داریم؟ دیلی داریم. تا که میتونین برای زی آهنگ از خاطر ملو روان کنین، عشق روان کنین. امیر راجی به دل آدم هم ازت پرسان میکنم که در یاهنگ گفته میشه که دل آدم به خدا خواهش بیجا میکنه، پرستو دل چی خواهش بیجا میکنه؟ آن خانه همه نفته نبوده بوده نمیکنه، دل آدم همیشه خواهش بیجا داره. مثلا خواهش این آهنگ یک آهنگ است که یک آهنگ رویایی است برای تمام انسان ها. در این آهنگ چی چیزا هست ببینید، دلت یک زیبایی میخواید، دلت یک طبیعت خوب میخواید، دلت یک خانه خوب میخواید، دلت یک مثال ببخشید یک مرد پرسک میخواید، یک مملکت آرام میخواید، یک زندگی مرفع میخواید. اما بعضی از انسان ها وقتی یک چیز را آرزو میکنن اون نمیشه، وقتی که نمیشه میگه دل آدم چقدر خواهش بیجا میکنه. اما اینا خواهش کدام شد؟ قسمت آهم نه شیرش که من امی قسمت بسیار شیرش خوش دارم که چی میشد زندگی پر خفا بود، دل آدم زی غمهاری بله.
پرستو جان یقیناً که در این شعر کریمه جان واقعا راست گفته که دل آدم چقدر خواهش بیجا می شعرش از سخی جان رایی. از اوکی سخی جان رایی اوکی یک حضیز ما یک شعر نازنین ما که دخل را به تلویزیون کار میکرد یه روز آمد به خواهر برد یک شعر بسیار مقبول آنیم تو بسیار شعرهای میخوانی که شعر تو یک معنا داره از یک شعر تاده ما میبره به یک جای به عشق میخوانی به انسان میخوانی به محبت میخوانی به مادر میخوانی به باران میخوانی ما یک شعر برای آدم ها برپرده نازمی شعر خواه ما گرچی سجیه جان یک شعر دیگرم خواندیم تقریبا 35 سال پیش که او آهنگ ما برابر خواندن امی دل آدم مشهور بود آدم ها از آدم ها زود سیر میشه اما او شعر ایرانی بود که خانم گوگوش عزیز ما هم هنرمند بین المللی ما او را خوانده اما او بسیار برای ما بود برای ما سایر ایراتی مرحوم استاد سایر ایراتی آدم ها از آدم ها زود سیر میشه شعرش ایرانی است ولی تر آنی برم جور کرد به طرز ایراتی خواندم بسیار مشهور بود تو آهنگ من بسیار آهنگایت مقبول است مخصوصا نمی دل آدم من نمی فهم راجی به دل آدم من کدام پرابلم دارم که هر دفعه که میره بشنیم من زمزمان میکنم من تا یک بربختیست که شیرش در اینجا نمی چسبه که من با شیرش با مخصوصا که میگه دل آدم با خدا آدم را سوا میکنم دو آدم است دقام گفتگو به کلو هم در زمان خدم که یام از آقای جدید است که استاد که برگوار بشار سر برم داره است که یام اکن در دلم آتش خدم یکی هم من زمان یعنی اسیر اولین و آخرینم گرچی هم رنگ تو هم اما با چشمت کم کبینم شیرش از شاهر بسیار قوانا و مطرح و لطیف نازمی است استاد بزرگوار استاد لطیف نازمی و ایش یاهنگ عدوش بخیر فرد شده و شما بخیر دینه بزرگی انشالله بنی یک ما کلکشه میبینیم پرستو جان میخوایم که در امو شب باشین که اول ابیره بر بیننده تشریح کنم شب جشنواره از تلویزیون آریانای آقای بیاد بود فکر میکنم که یک شب قبل از اهدای جوایز بود ما رفتیم شب خودمانی بود من نمیفهم که ما تصادفا یک نفر پیدا شد از امی دوستا با هتل میرفت گفت که میایی مام رفتم و پرستو خود اگه یک دور برش نفر گرفته بود گفتم برو دیگه که در مصروف است اما یعنی منظورم تمام جوانایی که آوازخوان هستن در اون شب غیر از آوازخوان ها دیگه هیچ کس یک ما بیچاره برنامه سازه کام انوایت می بودم که یک دنیا امیالم از آقای بیاد تشکر میکنم که همیشه مرد دعوت کرده بودن ما بعدتر کلپ دیدم که پرستو جان این می آهنگ می خوانه و تمام جوان ها به دور برش امی قصه امو شب یاد تست یا نی من رفتم اما رفتم چی گپ شد که استاد شدی میکروفون گرفتی در دالیز امو جایی که بود تعمیری که بود استاد شدی و به خواندن شروع که چی گپ شد یکی شد که ما یک قسمت برنامه خلاص شد برنامه وقتی که تمام شد برابر این هم اگه میبرم از وقت بیرون برم دیدم که یک تیدار از آوازخانه جوان همه گیستانه بلن در مرقه کردن کامل گفت که امام شما فکر میکردیم که خودت آهنگ دل آدم در استیج بخوانی اما متاسفانه نخوندی گفتم خود نشدم شب شاید سبا شب آهنگ بخوانم باز اینا بدار مبارم گفتن همی آهنگ در کنکم بزاری آهنگ را بجرد در شمزمزمه کنم چون بسیار لگلاقمندی خاص به ای آهنگ داشتن و بسیار ای آهنگ دوست داشتن و اینا اما بجرد ای آهنگ در شان خوندیم به خاطر که خاطر شانه خواسته باشم و ولی خواهش شکرد نکردن بازمی وقتی که قدر آدم طرف داره ادم به دور آدم جمع باشه و او هم نسل جوان نسل که نسل هنرمندا نسل به نسل موسیقی انتقال میکنه علاقمنده های دم انتقال میکنه هنرمنده که از بین جوانا رشد میکنه و میمانه این هنرمند میمانه که چندودی میشه تا چندین ده ها هنر از این فراموش مردم نمیشه بازیر خان میباشن اون هم بیدم و هم سرا کشیدن زمزمه کردن بسیار چیزا خوب یک خاطره بود بیدم اگه دارن باز پیش خود نگاه کردن اگر دفعه برم تلفون میکنن میگن این همیشه یک خاطری بسیار پر افتخار باز خانم من یک دو مسیجی هموطنم میخوانم نعیم جان محمدی نشته کده واه 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 جان مستی خداوند ای صدا را از ما نگیره
زنده باشین، خدا شما را از ما نگیرک، شما باشین که ما باشیم. سهیلا جان مستمندی نشته کده که نام خدا بسیار صدای زیبا پرستو جان. ظریفه جان ظریفی نشته کده We love your voice. You're the best. یک دقیقه صبر کن. نشته کده We love your voice. You're the best singer پرستو جان. نشته کده ما صدای تا دوست داریم و بهترین آوازخوان هستی. دیگه باشین که خود تعداد زیادی از هموطنا برات نشته میکنن که آواز بسیار چیز بسیار واضحی است که پرستو جان بسیار صدای مقبول داره. امی آهنگ ره که در امی تالار یعنی به صورت پروفشنل نی ثبت شد و من نمیفهم که کی فیلم برداری کرد در او زمان. اینه میره ما صفحه خود پرستو جان گرفتیم. یک کار از کسایی که از هنرمندا در یوتیوب میگذارن و او رو کپی رایت میکنن من همشان رو به یوتیوب اطلاع میتم. بفرمایین برای خط هستین بیننده عزیز. خانم سجیه هر گردان بیترام عرض از ادب و احترام به شما آقای خراسانی گل. بفرمایین. من هم یک درودی خاص خدمت خانم پرستوی گرامی و خانم قهرمان افتخار نرمندی محبوبی هستم که انسان شریف و واقعا در اکر واجهی را که بیشتر یاد کردن و مشکلات و بدبختی افغانستان هست من سر تعظیم میگذارم که واقعا در این شرایط موزلی افغانستان میروند و دست دراز میکنند و مردم کمک میکنند برای بنده افتخار است. و یک خانم سجیه گرامی یک هنرمندی محبوبی خود ما از دوست دادیم با دین قهرمان با دین پر افتخار پنجت اللهی که من میگیریم سخت دوستش داشت. کی؟ آقای باودین تنبورنواز افغانستان که از دولت کاپیسا بودن در بلخ افغانستان سالهای سال خیلی خب گمش کنین آقای خراسانی امروز روز خانم پرستوست زبی جگر مخون نکنیم که باز که باید یاد شود باودین هنرمندی محبوب ما هم باید در این برنامه یاد میکردیم که آقای باودین شما میشتاسین باودینی که واقعا هنرش و پنجره تلایی به عنوان کسی که در افغانستان در عرصه موسیقی افغانستان سمی بزرگی در محلی خانی چیز کردن هدا کردن. امیدوار هستم که صدای کوتاهی یک دقیقه واقعا استاد باودین یک تنبور نواز بسیار والا و استاد بزرگوار ما بودن با آنگاه خودم کار کردن نواختن به دوگاه و نرمندو اما صبح تالت به چندین رادیو که مصاحبه کردن هم باید تلفن کردن ما از اونا یاد کردیم و اونا یک زایی بسیار بزرگ است مرگشان بر موسیقی مقصد بر موسیقی محلی ما تنبور نواز بسیار خود را لایق بودن که بر فامیلشان تسلیه کرد می کنم باقی من در فامیلشان تشکر خراسانی سی نزدیک من باز من سفرهای با تاجیکستان به ایشان داشتم تبیبیسیم سخت که من در اجراجه با ایشان صحبت کردم موسیقیوانیشان در افتخار کشور موقعیتشان در مبینی مردم افغانستان سالهای شهستایی دارم در تلویزیون ملی افغانستان که در فیلم هایبک هم که سم گذاری کردم و همسان دیده ها هم من دیده سابقه داری ما هستن که من روشان واقعا یک زایی بزرگ بودم و بازم بستن میگم کورا برای حتی چندین راجو تشکر خراسانی صاحب گل تشکر لطف کردی تشکر خراسانی صاحب گل عزیز و نازنین که امروز راجع به مسائل افغانستان صحبت نکردیم. یه خواهش میکنم بیننده عزیز که صحبت میکنه پرستو جان صحبت نکنه پرستو جان که صحبت میکنه بیننده عزیز ما صحبت نکنه. یک چند پیام دیگه هم تنها رو میخوانم. صوفیا جان ولیزاده برات نشته کرده درود به شما خانم پرستو جان عزیز هنرمند سابقه دار کشور باور کنید که در هر زمیتان بی اختیار از چشمانم عشق جاریست الهی که همیشه پاینده و جاودان باشین. صوفیا قندمان مچ میکنم رویشن و قربانش میشم. مریم جان خالد نشته کرده که پلیز تل هر شی از اول لطا. مریم جان نشته کرده که برش بگو که لطای ماستی لطا منگیشکر ماستی خدا خستر پرستوی تا هستم.
لیما رحیم نشته کرده که پرستو جان بسیار زیاد دوست دارم، همیشه خوشحال باشی. وطن دیگه ما نشته کرده که عادله جان صفازاده نشته کرده، شاید عادله جان صفازاده رو بشناسی، یک خانم بسیار، یک خانمی که در افغانستان وام بسیار خدمت کرده، در رادیو بوده، بسیار با فصاحت و بلاغت صحبت میکنه. نشته کرده خانم پرستوی بزرگ سالیان متمادی با سلامت با صدای گیرای خود با خوشی در کنار دلبندانتان زندگی کنین. امین خاطرات شیرین از دوران رادیو با نوری جان گل دارم. من هم میفهم که شما همچنان روش هم میبوسم، افتخار ما هستن. محمود جان حاجی زاده نشته کرده که افتخار ماستی پرستو جان عزیز، همچنان شما افتخار ماستی. ادریس جان مستمندی نشته کرده خانم پرستو در راه هنر خدمات زیادی کردن، تشکر از خانم پرستو. بیننده عزیز برای خط هستین، بفرمایین. سلام مینا جان گل عزیز. پرستو جان، مینا جان حتما میشناسی، مینا جان کرباسی. مینا جان ای شما ای میکروفون یام پرستو جان. باشین تجی جان گل امروز گل گلاب آوردی در برنامه. آوردی؟ بله، با عکس هم میبینیم که مثل گل و گلاب هم مانو میشه. اینقدر خوشحال هستم امروز که شما هم به پرستو جان گفتگو داریم. من واقعا با وجودشان افتخار میکنم، ای آهنگای زیبا، ای انتخاب اشعاری که واقعا زیباترین اشعار انتخاب میکنن و میخوانن، ای صدای گیرای نازنین روز ما را امروز ساختی سجید جان. قربانه شما، همیشه روزای خوش برای ما از طریق برنامه‌هایتان به بدرین به تلویزیون. مینا جان کرباسی، پرستو جان عزیز واقعا یک خانم فرهنگی، یک خانم بسیار با دانش، رادیو داشتن به سالها، رادیو 24 ساعته، بعد از او آمدن امرای من همکاری رو شروع کردن، بعد از او باز گریختن. ما میخواییم بفهم که چرا گریخت. مینا جان بسیار دوست دارم، مینا جان واقعا یک خانم است که من هر قدر تعریف شکرم بسیار زیاد کم است، من تا وقتی که گریخت کرد از تلویزیون گریخت کرد، من یکمک بسیار متاثر شدم، مگر میفهم که چرا آمدنش نشد. او رو مذاق میکنم، شوخی میکنم، مینا جان میفهمه و من مینا جان گل من دوست دارم، یک دنیا تشکر از محبتت با مقابل پرستو جان. چی بگویم دیگه زیادتر؟ یک زمزمه بگم با این صدای زیبا میخوایم بشنوم یک آهنگ پشتوی دیگه که خواندن به محبت که هم گلی دیم جانونا یا جانانا امی؟ دیل مارا الله معاشق تمام پیدا شدتو مخصوصا ای آهنگ دیگه از مردی وانمی پرستو جان آهنگ خشونیدی لا 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 من برای مینا جان گلی رتو بید دل جان برش میخوانم این برد میخوانم مینا جان گل من قربانت یک دنیا تشکر قربانت خدا برای پرستو جان فیسبوکی های گلم.
میگه باشقی هم جنگون است و دیگه چیز؟ میگه باشقی هم گله است هم جنگ است هر چیز است اما من هیچ وقت خسته جدا نمیشم آخ خدا اگه داشقی بسیار جنگ باشه من فورا جدا میشم اگه داشقی گله جنگون از زیاد شوی جدا میشم امکان نداره که جنگ شو و جنگ شو و مام بگه من لا از خاطر کاشق دستم نباید باشم نو وی پرستوی خن عشق بهترین چیز است واژه بزرگ زندگی عشق است من اینال باز در عرصه عشق عاشقی و اینا هم ازت پرسان میکنم در این مسئله جشن ورک که استاد شدی و هم اگه به دورت فقط یک دو دقیقه شم میگذارم و دو 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 میکنم که اینمی کپی رایت نباشه که کسی که کپی رایت اگه کپی رایت بود ما نه اگه کپی رایت بود ده اینه میجه دیگه خب ما از فیسبوک یعنی از فیسبوک به برای ما ده دیگه جایا میباشم اما دیگه بسیار باز روز و روزگارم خراب میشه و هر کسی که را کپی رایت وی اگر این کپی رایت داشته باشه و این برنامه را در فیسبوک قطع کنه من یا میرم یادم اتی قطع کنه میکنم یا خودم خوی نمی رقم آدم میشه نه مگر هیچ کس حقی از این نداره هر کمپانی که موزیک میسازین یا به خانم پرستو را آهنگاش میگیرین به هیچ عنوان حق ندارین که یه آهنگ یک آوازخانه در صفحه یوتیوب بگذارین و بگوی و او رو مربوط خود بسازین به خاطر که پول بسازین و او رو کپی رایت بسازین این کار درست نیست بیرین دی عزیز بری خط هستین بفرمایین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیرین دی عزیز بفرمایین چطور هستین نگر بسیار اگر نمون نازمین خوبه بیرین دی عزیز میگن یا میبینین می‌بینیم ما گفتم اطمان کنم مرغک چوچگک آمد به شما گفت ببببب در تلویزیون سچی خانم پرستوست خب بفرماین این شمایی پرستو جان من اطمان بر خانم پرستو تقدیم میکنم خدا کنه خوش آرام و سرزلند باشن از یک کستن در عزیز منزلی به جهان اطمان به شما به خانواده شما تقدیم میکنم ما بسیار می تحقیق کردن کار آمدیم تلویزیون سلام کردیم دیدیم که برنامه تلویزیون دائم می بینیم و دیدیم که شما را در ایلنگ بسیار زیاد خوش و بقدر خوش هستیم اگر خواهش کنم میشم خورم پرستون بفرمایید تا دیده بفرمایید گفتن بفرمایید یه روانگتون بود که کسیم خداوند برد رحیم میلیاره رویش شاد داشته باشد آمین اگر آنگه جورایی تون بود که میگم امشب اگر تنها میشه تک چیز بود امشب اگر تنها میشه دیت یا تیره خاندن رو من نشنیدیم باز امشب برخید از بانگ شادی از دل من این خودی بود بله این خودش بود بله شما شما مثل باز امشب برخید بانگ شادی از دل من باز امشب بگریزد خاموشی از محفل من دل شادم خرسندم چون ساغم بخندم باز امشب برخیزد بانگ شادی از دل من باز امشب بگریزد خاموشی از محفل من شما نیارم صدای میارم بدیدم امر یاری فرشته خمیارم خرسندم باز امشب برخیزم بانگ شادی از دل من باز امشب بگریزم خاموشی از محفل من قربانت یک دنیا تشکر بینندی عزیز تشکر از تلفن دانی اگالم بینندی عزیز برای خط هستیم خواهش میکنم بفرمایین خیلی جان نازنین سلام اکرام از قدر خدمت شما و خدمت هنرمند موفق ما که واقعا معاشق سرایش استم
سلام بیننده نازنین، بفرمایین. این شما یک پرستو جان خداستم، برادر عزیز زنده باشه. پرستو جان واقعا بسیار بسیار دوستان، بسیار اخلاقی. بکارتن من شما را دوست دارم. خانم بیرم در دو مجلس هم باشتی بسیار شیرین صحبت شیرین. او مای گاد، در مجلس غیر قابل باور است. ما هم در مجلس هایی که امرای پرستو جان شدیم اصلا شاک شدیم. بسیار یک خانم است که یک صدای گیرای عجیب و غریب داره که به می قلب میشینه. بله در نظر تصدیق علاقه باید که بسیار پرتنایتی خود در شیرین صحبت هست. امیره گفتم ما در شروع گفتم که خانم مالتای تالنت است، یعنی یک زن چند بودی است، اما بازخوان است، ام شاعر است، که البته من باز یک شعرش سری زمزمه میکنم، و ام چنان بسیار بزلگوی است. امروز من نمیفهم که چرا بزلگویایش و خنده هایش یا کجا شده، اما مرا وقت ما پرستو یک جای میشیم سر پایای یک نفر بندازی پای خود که سر می سر پیشری ما تو ما نه پرستو جان آن قدر میخند میره در خود یک کپی یا چای تیمتی میخوره بسیار متوجه باشه کوره باید که تا کجا بره و چه قسم بخاله رو پتان قسم میکنه. اوکی بیا بینندی عزیز، میفهم پاچه کشان نخوانده پرستو خانده پرستو خاندن انتقادی که خانده بوده؟ آه اوکی خیلی اگه ام خاندن انتقادی بوده؟ نه ام انتقادی بوده. اوکی تشکر بیرندی عزیزت، من اگه یادش من زمزمه میکنه قربان تان یک دنیا تشکر. بیرندی عزیز داری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم سجی جان خانم، ساحت از جرمانی شما رو زحمت میتونم. سلام جان من، شما چی حال دارین؟ تشکر، سلام در شما و خانم فرزیسته و خانم پرستو، برشان سلام فراوان میگم. سبار سلام در شما مادر عزیز، خواهر عزیز، سلام میگم. بفرمایین پرستو جان، اگر یادتان باشه ما و شما همسایه بودیم در کوچی در تراچی رو بروی میشتیم در خانه یک بالا خانه، ما و شما رو بروی بود در خانه خیاطا میشتیم، ما و شما در مکتب مستوری بولی سیمسی نبودیم لیکن همسایه بودیم. اگر یادتان باشه ایزنوان از امریکا آمده بود، از این ماد بسبتیس رفتیم. شما ایزنآور در او زمان و بسیار زمان های پیش بود ایزنآور که آمده بود خانه قد آمدیم، پیسه گرفتیم، رفتیم کدام چیز خریدیم. اگر پرستو جان یاد من بسیار خوش بودن، طبله می زدن، پدرشان ارمونیه باز می گفتن، ددان سینما چار جوان است میشناسی یا نی؟ نشانی میگم پدر جانم کدام است، سیگریت به دست و دندان طلایی. یادتان است پرستو جان؟ شما زیاد خوب من قدر مش به موسیقی عزیز و دسترسی نداشتم. شما حتما کدام برعکس موسیقی را بسیار بد میدیدن و پدرم افسر نظامی بودن و موسیقی را هیچ خوش نداشتن و من خودم دیگه خانهشان به اوجایی که میگین نبود. اشتباه کردین، تشکر خواهر گل، حتما اشتباه کردین. برای اینکه پرستو جان خانه شما رو گفتن، خانه شما در اون جایی که بود نبود، من خانه شما رو دیدم در کجا بود. خب بیننده عزیز بسیار شیر خواهرک گلم بسیار شیرین بودی، دانه به دانه چیزایی گفت، خدا کیر اشتباه گرفتی. خانم پرستوز، خانم پرستوی عزیز است. یک آهنگ خانم پرستو رو برای شما میگذاریم که یک بریک ما بگیرم و پرستو جان گل، چون ما در اتاق کنترل کسی رو ندارم قربان چم، اگر سر و صدا کردی دیگه صدای بیرون میره دیگه، باز به ما غرض نیست اگر یک چیز از اگر بگویی من، تو اگر خاموش بشی خوشحال. اگر نمیتونی بیا کمی جای داره بگویم که خودت چقدر نازنین هستی که تلویزیون رو به تنهایی پیش میبری، هم تکنیکر هستی، هم گوینده هستی، هم اینجینیر، هم مشنوی، هم دیگر رو جواب میدی. واقعا که دیگر به همتا هستی دیگه، به این کارت همتا ندارم. قربانت یک دنیا تشکر عزیز دل من. چی کار کنم، دیروز یک آدم فرق بین مرد و زن تلفن کرد برای من، گفت ما گفتم فرق بین مرد و زن هیچ وجود نداره اصلا، از نقطه نظر روانی، از نقطه نظر طرز تفکر
گفتم ببینم من یک زن هستم، امروز یک تلویزیونم میچلانم و امروز خودم خود به میمان خانه ها میسازم، میمان فیسبوک ها میسازم. یگانه تفاوت بین مرد و زن فقط از نقطه نظر جسمانی است، خلاص. هیچ تفاوت، هر کاری که در این دنیا یک زن بخواید بکنه میکنه. مثل پرستوی عزیزی که اصلا پرستو استاد نمیکنه، استاد نمیشه، پرستو استاد نشده نیست. پرستو بازم قصه لاس ویگاز هم باید بکنیم. پسان بیننده عزیز برای خاص هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام. سلام به برادر عزیز، از کجا زنگ میزنید؟ خدا معرفی کنین. عرض سلام و ادب برای شما دارم. پوپل هستم، از فلوریدا گپ میزنم. بفرمایید. و بسیار خوش هستم که صدای نوریا جان پرستو مشهد ترنم و همش نوام حیثیت لطای افغانستان به شما دارن. شما میبینید که همه این مردم هالیوود و بالیوود چقدر رو نرمنده خود قدر میکنن، حتی با شانه ها میبرن. بله بله، کلاه موسیقی رسیده. ما متاسفانه اینمی چیره نداریم، اینمی به اینمی فرهنگ بزرگ نشدیم، یا اینمی تمدن نداریم که وقتی یک هنرمند خود میبینیم باید اینمی صحبت را که شما کردین به سر شانانی به فرق خود بشانیم. وقتی که من از آهنگش لذت میبرم، امروز یک ساعت برای تمام پروگرام ما، تمام می تلویزیون قربان سر پرستو. اینا هم تو باید همه هموطن ما باید باشن. شخصیت بسیار عالی داره و سواد بسیار خوب برخوردار است. تا جایی که من میشناسمشان و طرز صحبتشان و سویشان بسیار بالا است. بسیار هنرمند است که با فصاحت و بلاغت صحبت میکنه. یک چیز واضح است، یک هنرمند با سواد است. بله بله، با یک سواد بسیار بالا است. شما هستیم که ما هستیم. امید شما مخلص شما امید بسیار مجید و بسیار یک نفر صحبت کنیم. پرستو جان در عینی که برادر ما صحبت میکنه، شما هم که صحبت میکنیم با صحبت ها فامیده نمیشه. بگذاریم که هموطن ما صحبت هاشون خلاص شد، باز شما صحبت کنیم. بفرمایید برادر. من نمیگیرم، من دیگه وقت شانه نمیگیرم. هر آهنگ را که خواندن یکی از دیگه کده بهتر است و یک جایگاه و مقام خود پرستو جان دارد. گفتم تجا نشود به شما لطای افغانستان است. این لطا منگشکر افغانستان جان جور میخوایم، بهترین ها را برش میخوایم. تشکر، زنده باشین برادر گل عزیز من. قربانتان، تشکر. اینال بیننده عزیز، من این آهنگ پرستو جان بر شما میگذارم. شما ببینین که این آهنگ از سالهای قبل، شاید 30 سال 35 سال قبل خوانده، ببینین که با چی زیبایی خوانده. شعر گوش کنین، موزیک گوش کنین، صدا را گوش کنین، برش میلیون لف روان کنین. این شما و این آهنگ پرستوی عزیز. بسیار بسیار آهنگ زیبا پرستو جان، واو. آنقدر لف برات روان میکنن در فیسبوک هیچ اندازه نداره. واقعا که بسیار آهنگ زیبا. امی آهنگی که من یک ذره میترسم کپی رایت نباشه، همون رو باز در اخیر میگذاریم، باز اگر در اخیر قطع شد خیر است. پرستوی عزیز، بیا که یک اندازه راجع به می نشیب و فراز نشیبا و فرازهای درای موسیقی بر ما بگو که چی نشیب را دیدی، چی بالاها را دیدی، چی پایین ها را دیدی. راجع به این یک اندازه بر ما بگو در اون زمان. پرستو جان، الو جان، سجی جان هستم در خدمت. گفتم که می نشیب و فرازهای رای موسیقی تا بگو. قندم تقریبا سلسه 5 یا 6 مکتب بودم که به پروگرام های اطفال می رفتم، به رادیو می رفتم و قصه جان مخفی معلم زبان دری بود و بسیار مرا دوست داشت. از این کمیشه من مقاله هایی که به مادر و به وطن و به هر چیزی که می بود که می گفتن، من نفر اول بودم که مقاله رو نوشتم می کنم. صبر کنیم داری روزا اگر به مکتب ساعت هایی که کنفرانس می داشتن از من خواهش می کرد که مدرسه بینندی عزیز صبر کنید. بس که چون به پروگرام اطفال نمیری، تو وقت معلم مادرشان خانم مخفی عزیز ما معلم قرآن شریف بود، مقدس جان مخفی لطف بودن، هم معلم دری ما بودن. خب بالاخره من رفتم به رادیو به پروگرام اطفال. اونجا که رفتم ترانه خانی بود، به ترانه اشتراک میکردم که از روز خیاسه با من در میستدیو چلش دستم اگرفت مرا به بین دفلای ترانه خان جدا کرد. من بسیار جگرخون شدم، گفتم چرا من نمیمانیم که من ترانه بخونم و بیا ترانه چی می
میکنی بیا برو بعد بخوان بسیار صدای مقبول داری. باز خیال ست همون چه آدم استدی و خدا قدیق رحمت کنه و من سر جانم یک با هم خود سمت دیکن و به مشهی گفت واقعا رفتو چقدر نوری صدای مقبول داره. باز همه پر رفت پیش استاد خیال دیدم که بسیار در موسیقی سختگیر و بسیار میگفت من باید شاکس که شاگرد من میباشد اینی خصوصیات برخوردار باشه و تو باشه و تو باشه تو باشه و پیش از اینکه استاد بویا بر من رفتم استاد من خود چیزا شما میگیم من میفهم که موسیقی چی ادرای دشوار است من کوشش میکنم ایرا را موفقانه بسیار پیش ببرم. باز 13 ساله تقریبا بودم که اولین آهنگ خود خواندم و از اون روز 13 سالگی که خانم سجیه گفتی نشه به فراز زندگی من یعنی دختر خانم های جوان که میخوانن یعنی اگر کدام خانم صدا برایشان شبه و دبالیشان منفی بگویم من خواهش میکنم که باید نگویم بگذارم که جوانا نفس بکشن نیال نشیب و فرازایت بگو آیده ساز رستن این امینا موسیقی آینده افغانستان را دست میگیرم از دستا و نرمنده خوب میشن از بین زر جوان گیس جوان دو مفر یک صدای زیبا پیدا میشه که ای بابا به افغانستان بخورم پرستو جان جوی کل سر خود بلند کردم و اولین و دومین آهنگ ما در آجو نشد شد دوار کنیم که اسم نمیگیرم نمیگیرم یکی از سرگاهی در افغان از اونه من اختری نمیاله یک قدر درد و حضاب زبان بر من داده که واقعا یادم وقت من میشینم و این خانندهی که ما میخوانم من بگم نه اینا باید از این چیزا درک نکنن نشنون نبینن چون ما این در بکشیده ببینید نمیاره مثلا دختر خود به شروع نمیدم کالما باید که شبانه تعریف کرد شبانه روز بهترین یک صدا را داره از بخواه یا نخواه صدای استثنایی داره پیش ملکه ترنم و پیش سلطان غزل افغانستان زانو زده همیشه شنیده به خانه ما استادای بزرگوار آمده شبانه پیش ارمونی از واشیشته از او یاد گرفت اما تا دختره جوان دیگه کم میخوانن نمیال کلشانه که من میبینم هر کدامشان به جای خدا میگذار جان نایم چقدر زیبا میخوانم چقدر گلون مقبول داره اما تر غزل سادات اما تر مثلا آرزو جان نیکبین چقدر خانمی که به پولیزی که میخوانه چقدر زیبا سریا مقبول داره من در روز بسن آدم باید تنگ نظر نباشه و ما بسیار روزای بعد زندگی داره وقتی که دیدن که صدای من مقبول است و وقتی که دیدن از خود تعریف نکنم خودم هم زیبایی خاص خدا واقعا وقتی که رفتم جوان بودم داشتم و آهنگ یک شب بارانی رو مخاندم یه قدر یه آهنگ مشهور شد که وقتی ما در سرک اینجا میدفتم نمی گفتن کونه پرستو حالا هم می گفتن آن شب بارانی آمد کلی بی طرف ما می داد من 6 آهنگ برای دیو خانده بودم. خب مگر منظور ما پرستو جان پرستو جان خانواده ما را بیاد اندک مشناسی پدرم صاحب منصب نظامی بود و یک از پشتونای ولایت لغمان بود بسیار تعصب داشت که مشتو در رادیو بخانم و برادر من چنان تا وقت که فوت کرد رئیس بی چمره و واقع همیال از طریق همین تلویزیون میگم بی چمره با صدای تک از رادیو شید ما از قدر مردم مشهور استیم و معتبر استیم تو از بین از این قوم برامدی رفتی خواندی ولی وقتی که ناما گرفتم و لقبا گرفتم و مشهور شدم محبوب شدم باز کامدم گفتم نه دیگه اما می خودم تنها با می دنیای موسیقی خود هستم با صدای تک شنیدن پرست پرستو جان بسیار زحمت کشیدیم بسیار گفت شنیدیم اون رو کشو بر مردم روشن شده ببینیم نیمه رو از کشور ما به اروپا و امریکا و کجاها زندگی میکنن دنیای پیشرفته رو دیدن یک خواننده زن البرشان مانا نداره که چی بپوشد چه قسم بخوانه چه قسم بره میگه مسئولیت فردیس ما هم میگم اما وقتی که ما خوندیم سجی گل اون وقت زن نفس کشیدن همه اوکی پرستو جان پرستو جان جان من وقت اولین بیننده عزیز شما صبر کنید که پرستو جان هم صحبتای خود خلاص کنه پرستو جان وقتی که خدا ببخشه پدر شما مادر شما فامیل برادرها و یا آهنگ تا شنیدن یک لط جانانیت کردن یا نکردن اونا خوب سیا متاسب نام خودم نوری احمدی ماندم آمدم اون وقت پدرم همیشه در وزیفه میگود در کار میگود زمستان هم بود صندلی داشته من پیر زیر صندلی قرار در آمده بودم رادیو رو میشنیدم که امی آهنگم در نوی آهنگونه میگفتن در نوی آهنگونه نشد شد ایت نشد شد
از این مثلا پیشو فکر کرد که من نیست که دیگر روز هم برادر در خانه، هم پدر در خانه، هم مادر در خانه که یا با هم دیگه کمی نشه شد که برادرم دوید گفت این نمیتوستی باید سی نفرت چنان مرا یک لد داد مادر، پدر و برادر و برادر جان بگیم گفتم امیت بسته مرا بسته راست مرا بلند میکنم این شکست مرا لد کدم باز مادر کلم و خدا ببخشم بفور شما باید خانده میره طلب میکنه با پدر صداقت خیلی دیم سی چار خاندم دوام کنه خدمی اول نقمی منی بسیار زندگی وحشتناک ما تیر کردیم بخاطر از این که محیط آماده از این نبود که دختر جوان در ولایت در روستش بره دو خانه یا مثلا خب باز چی وقت؟ باز همین فامیلا و خشکاوا که نره میگفتن چرا این دراجی اون بیخانه پس هم دختر از باید یا نام خدا چه قاضات از فاکولته رفتن به اتحاد شوروی تحصیل کردن هر کدام از یا شورای روسی گرفتن شورای آلمانی گرفتن هر کدامشان دبای به خیش قومه کلشان دیگه باز مادر من گفتم اینه بیرین دختر خودت تنها یک چند آهن خون یه هنرمند شد اما هنرمند هم خود هنرمنده که تو بایی وطن خود مرزون شد و شکر روز ملت خود مرزون خود وطن خود در کنار خود مایدگر خود دارم اما سختی بسیار کشیدین ما زمین خانم ها خوش میکنم که یک خانم اگر میخوانه دیگه خانم تخریب نکنین بدگوری نکنین گپ نزنین برازی که بسیار دردناک است ما بسیار رنج کشیدین خب پرستو جان بازیلتک خوردی باز چی وقت قبول کردن خب پشت پشت خواندی دیگر یه بازیلتک خوردم و باز یه روز استاد ترمین میمون تنوی وقت پیش پدرم خوار گفتم پیش پدرم بسیار اعتراف برش داشت کرام گفتو چرا این دختر علف میکنی میزنی ببین که چقدر از خانواده های بلند همگی شان نادر من داستن همگی از فامیلای بسیار بلندی خانما رفتن خواندن این دختر بسیار استعداد داره بانشی بسیار کلام نرمن میشه و نرمن شدن بسیار کار سخت گفت هر کس نرمن نمیشه باز اینا تاستاستا چون من دیگه صدایی بودم گفتم یا مرا بکشید یا تکت تکت کنید یا من میخوانم و هر چی که میکنم سر جا نبه کلی که بقام میکنم از دروازه میرفتم اولی دارم از پر میکنم از رای مکتب میرفتم مقصد آشق ایرا را تطیب کرده آشق ولی بسیار رحمت آمده ایرا با تقلیم قربانه رحمت کشیم واقعا بیننده عزیز بفرمایین خواهش میکنم ببخشین که شما رو زیاد منتظر ماندم بفرمایین سلام سجی جان سلام عزیز من خوب سن سلام برای محترم پرستو جان نازنین بهترین هنرمند ما امروز روی لاین دارید پیشتر یک آقا گفتن که یک خواندنه که مچه پپلون کشار چطو یک خواندنه که سابق از دورات بنیای ما بود سر پل خشتی بیتلی دیدم بیتل چی میگه و اینا مثل یک خواندنه بود سر پل خشتی دختری دیدم یا بیتل بود اینا مثل یک بازور بیتل ساختنم اول دختر بود در دوران جوانی های جوانی مایی بود و خود من در جوانیم که علاقه بسیار باشتم در دوره نامزدی خود و یای خود فقط کدام خوند یک شب بارانی آمد به خانه من پر کرده ادرسنش فضای لانه من بسیار علاقه من در خاصه اینه می خواندن کمیش دوست دارم اگر این خاص خواندن حتما این خواندن رو برتن مگذارم خواهش میکنم زنده باشین مهربان هستین من یه خواندن شب بارانی حتما برتان میگذارم تشکر خواهش میکنم بیننده عزیز در وقتی که ما آهنگ میگذارم شما گرگر زنگ نزنین امیال میتونین زنگ بزنین برای اینکه من لاینایتان رو نمیگیرم بفرمایین بیننده عزیز برای خط هستیم تشکر جان من تشکر چند ثانیه پیشتر تلفون کرده بودن یا چند دقیقه پیش که در مکتب مستوری غوری بودن راستی که ما و پرستو جان در مکتب مستوری غوری هم سنفی بودیم بسیار خاطرات خوش داشتیم و پرستو جان از دور میر جمع میکردیم در سالهای قبلی پرستو جان بر ما میخوان پرستو جان متوجه شده باشه یک دوکانت بود از نزدیک مکتب مستوری غوری قیوم نام داشت و از او همیشه آلوبالوی خوش میگرفتیم و میخوردیم تشکر زنده باشه مهربان است این پرستو جان یکی هم از دوستا و هم سینفی کندو روی شما چه میکنم اسم خدا نگفتن پاسه خوش شده به مکتب خانیم سینفی ها بسیار خوب داشتیم او وقت بگه بسیار زندگی زیبا بود مبرومده میرستم از یک دوکان از بر خود پراتر میخریدیم یا بلوی خشک میخریدیم یا ها میخریدیم اون این سینفی های دوره مکتب اون زندگی ما بود اونمون هست خوارای اصلی ما اون عشق ما و همون فضا او یک دوران بسید اگر بود سجه کنیم جان ما دنیای حقیقت مردم قندم نوشته کردی که سجیه
چرا کامنت های مرا نمیخوانی؟ نازنین نازنین خودت نازنین نازنین ناستی من تا کامنت ها بالا میره من یک کامنت ها میبینم که نشته کردی نی پرستو جان عشق دروغ نیست من امرایت موافق نیستم عشق دروغ است در بسیاری جایا و در یک جای نشته کردی مرا قهرمان زنای بین المللی قربان چه ما چه قهرمان زنای بین خودت قهرمان مستی یک دنیا تشکر پرستو جان بسیار زیاد برات کامنت روان میکنن هموطنهای ما یک دنیا عشق و محبت برات روان میکنن باز خودت بخیر که پروگرام خلاص شد کامنتاشون رو بخوان ما یک اندازه که میباشه میخوانم باز دنیا حقیقت مردم نوشته کردی مشعل ترنم خانم پرستو پرستو جان انجره الماس این کلان گپ است که هموطنهای ما در موردت تر فکر میکنه پرستو جان فیصل جان یونس نشته کرده که خواهر عزیزم سجیه جهان سپاس از این پروگرام فوق‌العاده شما و میمان انجره طلایی تان واقعا که میمان ما انجره طلایی است خب کسی را که کامنتش را یک بار میخوانم باز بار دوم نمیخوانم چرا که اینجا کامنت ها بسیار زیاد است پرستو جان تو خودت میفهمی که ما شادروان رحیم جان بسیار بسیار دوست داشتم و اگر به خاطر داشته باشی که یک برای یک کنسرت لس آنجلس آمدی و تقریبا یک هفته در امریکا بودین و یک هفته شبا یک جای میشدیم در خانه ما و تا ساعت های 3 و 4 صبح رحیم جان با خودت میخواندی و چقدر عاشقانه اردویتان واقعا هم دیگر دوست داشتین و چی یک زوج هنری با اخلاق هنری بودین چی یک زن شوهر با احترام بودین ما زمانی که شنیدم که رحیم جان مریض است خب حالا چی بگویم که من چقدر گریه کردم چقدر در مرگش گریه کردم چون اگر نمیدیدم رحیم جان شاید او قدر سر من تاثیر نمیکرد که یک تاثیر فوق العاده سر من کرد و رحیم جان یکی از بهترین آوازخوانای افغانستان واقعا در قسمت غزل و همچنان یعنی هر قدر که تعریف کنم کم است من یک آهنگ عاشقانه شما دو نفر انتخاب کردیم که اگر موافق باشی که می آهنگ بر بیننده بگذارم با یک شرط پرستو جان جان نه پیش از اینکه آهنگ بگذاری اول خوب تشکر میکنم میفهم رنجارم فال کلاد خودت رو دوست داشت و چه کمره خودت نزدیک بود که شبها ترسود هم که هم میشیش هم برات میخواد و هم عربیتون زود خنده میبینی نستم شما سر چه خنده میکنید زود تمام خنده داری دوستایی که در کنار خودت بودی واقعا بر ما خاطره بود و مریض که شد که همه روزا یارش هم میگرفتی و بای صحبت میکردی واقعا مرد عزیز و گرامی پیش ما همیش بوده و همیش هست و میاش ساله که در کنار من است ما با محبتاش زندگی کنیم شاید تا زنده باشم زندگی کنم و ما هر کسی که میریا را قدردانی کرده در برنامه های خود یاد کرده و یک قصر مردم داشته خود شما خود بخی برش فامیل بودی خود فرق قدر دوست داشت که استاد تا هر چیز برد میگفت و برد خنده میکرد مقصد خدا باشه در کجا رو شو که دلت خود تو اینجا از گیرش میکردی از این ما رو میدوند این لس آنجلس که چی ها رو برد میدوند بونین آهنگ ببینیم کنم آهنگ یک آهنگ عاشقانه یک آهنگ عاشقانه یک آهنگ عاشقانه زندگی من یک مرد با احترام که چقدر بر زن احترام داشت چقدر مقام زن گرامی میداره سمی 35 ساله که افغانای عزیز من به شوهر خود زندگی کردیم به خداوند برتان قسم میخورم که من زبان میریان تو نشنیدیم که من را گفته باشه همیشه من نور عزیز میگفت همیشه پرستوی زیبا میگفت همیشه میگفت خانم گل نازنین یگان دفعه ببخشین که باز مرا چاره کن میگفت باز من خنده میکرد بس میگی یک تولین بود میگی خیلی باز که چاره کن میگم بسیار آدم خوب بود یقینا اگر من شناخت نمی داشتم و در امون یک هفته که هر شب ما شما یک جای بودیم با او شب دویدن و خنده طرف علویتر و اینا که داستانش مشکل است یک شب دویدن و زکیجا بیادیم من بودم یک شب افتادن خودت شدیم من بودم یکی پای که پشیمون بودم من بودم یکی پای که پشیمون بودم زندگی یادم من که باز بریم اونجای کارمزر بشتیم که طرقت یک ساجد نه امو نفر که ساجق می جوید امو نفر از یک سغل چشم از پای که نشانت می تو می از آنکه سجیه
ما و پرستو یک عادت داریم که توسط چشم یکی دیگر رو میفهمانیم که چی گپ است. در امی جشنوارا یک نفر بود که بسیار دوستش هم دارم، ترق 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 ساجق بیجا چق چق چق. بالاخره پرستو بر من اشاره کرد، ما که یک دفعه متوجه شدم که یک صدا که مرا بسیار اذیت کنه، باز من جان از آدم میرم. رفتم گفتم بنداز بلیاز خدا همی ساجق تا پایین که دیوانی ما کردی. اما این آهنگت بسیار یک آهنگ اردی تن است، بسیار عاشقانه است، بسیار آهنگ زیباست. به یاد رحیم جان گل که روح و روانش در جنت باشه، روح و روان خواهرم در جنت باشه. یا آهنگ بیننده عزیز میشنویم. پرستو جان گلم در وقت که آهنگ میگذارم یکان ذره ترق پرق ترق پرق میشه، خواهش میکنم امور یک ذره متوجه باش برزی که صدا انعکاس میکنم میره. یا آهنگ نه لاین کس نی ممی پرستو جان میفهمی من تو ما وقتی که یک آهنگ میگذارم اقا عاجزک امتر عاجز عاجز که شور نمیخورم که یک طرف میشه برزی که بسیار زیاد میکروفونا و یا قویست نه بیننده نیست. اوکی بین که آهنگ بیننده ازی شما میفهمین که آهنگا در افغانستان البته ضبط شده، آهنگا یک اندازه کوالتی آهنگای امروز نداره. به این اساس شما سر شعرش فکر کنین، به این دو نفری که عاشقانه میخوانن فکر کنین، به این دو نفری که عاشقانه هم دیگر دوست داشتن و واقعا که رحیم جان نوریا جان بسیار بسیار دوست داشت. من میفهمم، من خبر دارم. و یک چیز دیگه هم براتون بگویم که در آلمان یک شب ما به خانه پرستو جان، یک شب در خانه ما چند نفر در خانه پرستو جان یک شب خواب کردیم. پرستو جان یک دست پخ داره که اصلا غیر قابل باور است. ما یک چیزی که بر ما بسیار زیاد جالب است که بر یک شب رفتن ما دو گوسفند پرستو جان چی فکر کرده بودی همشیره ما دو گوسفند در یک شب چی رقم بخوریم؟ من همی فریزه رو که من نشان داد گفت شما اینجا یک چند شب می باشین، من دو گوسفند آردیم. نه گفتم همشیره جان یک شب، اما چی یک دست پخته داره؟ آنقدر خوشمزه غذا را پخته میکنه، آنقدر یک زن پاک و با نزاکت هست که ما میخوایم که چیزای خصوصی را که شما در مورد این هنرمندتان نمیفهمین از زبان ما که ما هم را شناخت دارم برتان بگیم. بین که آهنگ بشنیم و ما برمیگردم با شما و پرستو جان عزیز میباشم. با ما باشیم. پرستوی عزیز چی اگه آهنگ مقبول بود، اما چقدر این دنیا دنیای ظالمانه است که او هم نفس و هم راه و هم سفر و عشق و محبتت ازت گرفت. بسیار متاسف هستم، بسیار زیاد به خاطر رحیم جان. هر بار که من یادم میای رحیم جان بسیار زیاد متاثر و متاسف میشم. خداوند روحش شاد داشته باشه، جنتای بر این جایش باشه. وقت رفتنش نبود، خدای لای سرطان از این دنیا گم کنه که به اثر مریضی خانمان سوز سرطان رحیم جان دنیا را ترک کرد. پرستو جان چه؟ امرای مستی یا نیستی؟ از تو من رویتم پیش از یک صحبت کنی فقط یک لحظت دیگه جازم میخوایم از حضور تمی آهنگ را که خودت دیدی و تماشا کرد بیننده عزیز. ای آهنگ برای فریده جان انوری، تمام لباس های ما همه چیز توفی فریده جان انوری بود و دایرکت از ایران فریده جان انوری کردن و بسیاری آقای ما فریده جان انوری، سیما جان شازان، زکی جان کوزان، چندی خانما در رادیو آهنگای مرا ثبت کردن و دایرکت کردن در قسمت روی موی زرباس در وقت مرا ولی رسندن که برد مثلا مشتن رو میاد کنم از اونم. یک هموطن ما به نام شاکر جان نادی نشته کرده 100 کیلو میشه دو گوسفند. آقای نادی این دو گوسفند امرای دو گوسفند خانم پرستو در فریزر نمانده بود، یک یخچال بسیار زیاد بزرگ داشتن، فریزرشان بسیار زیاد بزرگ بود. کلای گوسفند نبود، پایای گوسفند نه، تنها گوشت گوسفند بود که اونایشا که بکشین باز یک 50-30-40 کیلو کم میشه. کیلو گفتین؟ کیلو بسیار زیاد است. خب به هر صورت پرستو جان آهنگایت همیشه عاشقانه است. بیا یک ذره عشق بر ما تعریف کن، از نگاهت عشق چی است؟
زندگی است. عشق قلعه زندگی است. عشق قلعه زندگی روزمره که ما خودت از خواب میخوریم. اگر به زندگی یک علاقه نداشته باشیم، یک عشق نداشته باشیم، هیچ وقت نمیتونیم که زندگی انجای کنیم. عشق بر مادر، عشق به زندگی، عشق به فرزند، عشق به هموطن، عشق به وطن، عشق به زیبایی، عشق به همه چیز، در هر چیز عشق حضورش هست. اما این که ما رو چطور پیدا کنیم و چگونه از او استفاده کنیم و چگونه بگوییم که عشق ما دوست داریم. عشق یک کلمه دوست داشتنی است که در هر چیز موجود است. شما اتقا میتونیم که در غذا هم عشق پیدا بکنیم. وقتی که یک غذا به محال و وارد و به هر چیزی که باشه زیبا در یک ظرف زیبا باشه، پاک باشه، در یک میز بسیار آراسته باشه، یک جای بسیار زیبا باشه که او رو بخورید، بسیار او رو به یک عشق میخورید. اما اگه ببینید یک جای استادین یا دادا رو زود میخورید، انجای نمیکنید، بشتر بشتر یک طرف میمونید، بسیش یک طرف، پس معنی از این رو داره کنمون که بی علاقه بودین، بی عشق بودین، بی از یک چیزی رو افتاده باشید. یعنی عشق معنی زندگی است. حضور عشق در زندگی همیشه هست و واجه هر انسان در زندگی پیش از اینکه تولد میشه با عشق تولد میشه. اولی که چی بوده عشق در خود پرورش میده، او دیگه باز مختلف از هر انسان و اندیشهش و فکرش و مثلا رفتار و کردار و گفته است که اون با تقسیم میشه بین انسان ها که کی میتونه عشق نگاه کنه، کی میتونه تو عشق بسیار مثل یک بازیچه از استفاده. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. من خواهم میگم که ای هنرمند ما هنرمند چند بودی است. ببینین فصاحتش، بلاغتش، صحبتایش، طرز تفکرش. شاعر فوق العاده است که من ازش خواهش میکنم که یک شعرش بر ما دکلمه کنه. پرستو جان گل، کدام شعر تو سر دست داری که برای بیننده دکلمه کنی؟ کسا نفس هستی؟ نه بسیار کار مشکل است. اما من فقط امو احساسات که پیش ما هست و امو لحظه هایی که من میتونم برمان چیز برق شم، فقط او را ما ایج وقت نخواستیم که او طرف بردم. خواستیم که یا خوب یا بد، یا زیبا یا نازیبا، یا کم یا زیاد، او را برای خود در قلب خود نگاه کنیم و بسیاری وقتا گفتیم بیا که امی واژه های زندگی را، امی غم یا خوشی یا لحظه ها را یا وقت یا دقیقه را یا ثانیه را با وطن های عزیز خود در میان بگذارم. که یک کتاب من به نام سلای بیکسی که سال پیشتر قرار بود که باید چاپ شود، ولی متاسفانه چاپ هم شد، اما چون امی خود کوالیتی کاغذ خوشم نامد، گفتم یک چیز باشه که به دسترس هم وطن ها که میره پیشان می باشد. اما در دیده از او خوششان داره باز ورق بدنند که آره امی دوری دوم که افغانستان دستم پس آمدم چاپ و دور مشهد در کتاب خانه ایرانی ها چاپ کردیم که انشالله بسیار ایام به زودی از طریق برنامه ایت برطرون می کنم که وطن ها از ببینند. در گذشته ها یک شعر به نام گریستان گفته بودم اولین دفعه در افغانستان، این اولین شعرم بود که در کاروان چاپ شد. نگارا بی تو شبها با دل دیوانه می گیریم، گهی چون شب را می سوزم گهی پروانه می گیریم. برفتی تازه چشم من به یادت ای گل امید، به خود می پیچم و چون القدر زولانه می گیریم. نمی دانم چرا قلبم اسیر یک نگاهت شد، نمی دانم چرا قلبم اسیر یک نگاهت شد، که شمها تا سحر با یاد تو بیگانه می گیریم. پرستو تاب اجرام را ندارد آرزوی دل، پرستو تاب اجرام را ندارد آرزوی دل، گه جانانه می رقصم گه مستانه می گیریم. به به یک شعر دیگرم به اجازه تا چرانه جدایی ایران به شما می خوانم و شاعرها و ادیبا و دانشمندها مرا گستاخی مرا می بخشند و محصول می کنند. پرستو جان
اگر سوی شیرت پایین می بود یا به یک لول می بود که قافیه و اینا مراعت نمی شد، با بسیار معذرت پیشری همه بیننده من برات می گفه می زدم، اما آنقدر شیرت پخته و آنقدر شیرت مقبول است که هیچ حد اندازه نداره و من نمی فهم که چرا تا حال کتابت نبر آمده و من نمی فهم که تا حال چرا مردم نمی فهم که تو یک بهترین یک شاعر هستی. عشق میکنم محبت کردی. اجرام یکی از پاچه شیران است که من وقتی که از امارستان بیرون شدم از میفضای خانه و مادر و خوار و زندگی و مردم یا باز یک رکم من شبانه ایچ خوانه میکردم، بسیار نراحت میبودم. باز یک شب ایتو تنایی برای یک عشق ایتو مخاطب من ایتو نبودم میره برای یک عشق مثلا برای یک مرد گفته باشم یا برای یک کس دیگه گفته باشم، این فقط برای دردهای خود گفتم. بی تو در شبهای اجرام سوختم، بی تو در شبهای اجرام سوختم، از غمت چون شمع سوزان سوختم. از کفم دل بردی رو گشتی نهان، از غمت پیدا و پنهان سوختم. دیدمت نادیده سویم میروی، دیدمت نادیده سویم میروی، سخت از این رنج و ارمان سوختم. گرد را پروای من ارگز نبود، گرد را پروای من ارگز نبود، من به یادت از دلو جان سوختم. من پرسوی بهارت بودم، در خزان اجر انسان سوختم. خدا چقدر زیبا. فیسبوک گلم میبینین که خانم پرستو چی یک شاعر فوق‌العاده هم است، اما تا حال هیچ کس نمیفهمه و فقط فکر میکنه که خانم پرستو فقط یک آوازخوان فوق‌العاده افغانستان است، اما شعرش رو ببینین، گوش کنین، گوش کردین که چقدر زیبا شعر میگه. پرستو جان، در مدت این سالهایی که میخوانی و زیبا میخوانی و صدای بسیار گیرا داری، این موسیقی چرا قدر برای تو مهم است و چرا مهم است؟ موسیقی اصلا موسیقی یک آماد زندگی است، مثل که انسان خداوند تولد میکنه و برزو روح میته و زندگی میته و جان میته. این موسیقی پیش از این که انسان تولد شده، او کسی که واقعا این استعداد می داشته باشه، خداوند با موسیقی او را تولد می کنه. وقتی که انسان تولد می شه، هر کس به یک جایی به یک چیز علاقمند می باشه. یک خانم ببینیم با همه درایت و فصاحت و سواد و سویه و همه چیز، همه چیز کنار میمونه، همیشه مجبور آشپزی میباشه، اونمو رو خوش داره، برای اینکه واژه زندگی رو به طرف کش میکنه، طرف هم آشپزی میبره. یک خانم ببینیم که نقاش بسیار خوب میشه، یک خانم ببینیم که از صبح تا شب میگه پیش آینه استاد باشم، فقط روی خود تیار کنم، موی خود تیار کنم، زیبا باشم، رخت زیبا بپوشم، یعنی بنظافت باشم، پاک باشم، اونمی واژه رو طرف خود کش میکنه. و موسیقی ما وقتی که بسیار خورد بودم، وقت تلویزیون نبود، تنها رادیو بود، بدم یه آنگاه فرمایشی رو میماندن یا اینه، وقتی که من موسیقی رو میشنیدم، من اطور احساس میکردم که موسیقی امرای ما هست، موسیقی بخی امرای ما، من رو موسیقی زندگی کنیم. فکر میکردم که من یک وقت دیگه یک دنیا داشتیم، یک زندگی رو تیر کردیم با موسیقی بودیم. و از این سبب موسیقی را قدر ما دوست دارم. شما باور کنین که ما در یکان روز از موسیقی دور بانم، یعنی تمرین نکنم یا موسیقی خوب نشنوم یا اینا، ما چی را گمکدگی را می باشم که ما چی را به زندگی خود گمکدیم. و اونم است که در هیچ مجالسی که در یک آواشو می باشه یا کنسرت می باشه یا یک محفل می باشه، هر جایی که می باشه از اما خاطر سجیه دل من ادمن می رو به هر حالتی که باشم، یعنی میرم. و هیچ وقت هم به یک موسیقی خوب نمیگم مریض هستم، امیال ما به این وقتا یک دو فقط آهنگای خود دارم و چی که از افغانستان آمدیم میان یک کم نراحت هستم، اما بازم میرم به استیدیو آهنگای خود سبت میکنم. موسیقی بر ما در زندگی و دخیل از جایگاه خاص دارم، موسیقی که واقعا موسیقی باشه دارم، موسیقی درست باشه، موسیقی که واقعا روان مرا خراب نکنه، مرا به ابتزال نکشانه، مثلا موسیقی که من برای دیگرها او را صدا می کنم خوششان به من سر به انتخاب شعر برم و تنهای خود در پیش هستم، من اشه زحمت می کشم که اکرام کنم از طریق هنر خود در منظم خود و چیزی را برای
همه اشعارت و آهنگایت خوب بسیار زیاد. پرستو جان، وقتی راجع به موسیقی گپ میزنیم، از نگاه از این که یک عمر یعنی در این را در این عرصه خدمت کردی، خواندی بر مردم، بر مردم افغانستان، در اون شب جشنواره من دیدم که هنرمندای بسیار جوان همگی آهنگ دل آدم امرویت میخوان، یعنی به نظر خودت در موسیقی چی مهم است؟ اول موزیک مهم است، شعر مهم است، آهنگ مهم است، یا صدا مهم است؟ کدامش؟ به نظر من خو همه چیزش مثل یک زنجیر است که اگر یکیش نباشه همه آهنگ در همه بر هم میسازه. نظر خودت در این مسئله چی است؟ موسیقی استعداد بسیار درونی یک انسان است که هیچ وقت سجی گل چی مرد باشه چی زن باشه، موسیقی اول به دنیای خودت داره، او یک پاکی کار داره، یک عبادت کار داره، یک ریاضت کار داره، یک فهم و دانش کار داره. او بسیار یک کار سخت است که شاید تاله من امورو شاید نکرده باشم، ولی موسیقی لازم و منظوم یک دگه است. یک کسی بسیار یک آواز مقبول داره، مثلا لای نداره، یک کسی لای میفهمه آواز مقبول نداره، یک کسی بسیار مثلا یک خانم یا یک آواز صدای خوب داره بسیار است، مثلا صدایش طور مثال بسیار نمیچسته، یا شعر مقبول حدا کده نمیتونه، یا سواد زیره نداره که چی گونه یک شعر رو انتخاب بکنه. موسیقی هست مثل یک شما یک تابلو رو وقت رسم میکنید، اول شروع میکنید شاید در یک کلام سیار یک نصاری شروع کنید، ولی اینال شما یک چی گونه انگامیزی میکنید این زوق خودتان هست. مثلا یا دستاد مثلا موسیقی یا دو هنگ غزل هست میتا خودت یک هنر بردستی، اما نال ای آهنگ غزل هست پردازش رو روی خودت میکنند چی گونه بایدی رو پرداز کنی، امی چی گونه هیر زیبایی بیتی، چی گونه ای آهنگ بخوانی. و در موسیقی چیزی که بسیار مهم است، چیزی که بسیار مهم است، وقتی که هنرمند آهنگ میخونه یا خوب یا خراب یا از هر یک نگاه یک هنرمند مشهور میشه، اما اینجا که هنرمند باید از اون دایره هدف اخلاق آداب معاشرت اجتماعی بیرون نشه و غرور در موسیقی یک چیز است که هنرمند توته توته میکنه و جو جو میکنه و مندازش. من چه یک سالت خواندم از طفل خودم به همیشه ناچ میکنم، جوانه به در اول خود میگیرم، خانه های موسیقی بیبینم همیشه دستشان هم ناچ میکنم. یه روز در بای خانم گفت که از این هنرمنده والا گفت توی خیلی هنرمند کلام تو ملکی موسیقی تو دست یک خانم هم ناچ میکنیم از تو میگه بنادر. او یک زن است، یک مادر است، یک زن افغان است که شاید که مثل من 5-6 دختر جوان تربیت کرده باشه. و هنرمند هرگاه از اون دایره مردمی بودن خود بیرون شد، یادتان باشه که هر قسم هنرمند باشه مردم افغانستان قبول نمی کنن و فراموش. پرستو جان گل، در زندگی هنریت یقینا خود زندگی شخصی را یک طرف میمانیم، در زندگی هنریت من یقین دارم که زندگی پر از خاطره داشتی، خاطرات خوش و خاطرات خوش و خاطرات ناخوش. به صورت مختصر یک خاطری خوشت بر ما بگو و یک خاطری ناخوشت بر ما بگو. یک خاطری خوشه که من خودم چه استجای بسیار پرشور و هیجانی و جایزه و دیپلومی یا دیگه خاطری میشیم که چی گرفتیم، این رو بالا من نمیگم، همش در یوتیوب و در فیسبوک و در هر جای مردم ندیدن تا می سند خوانده. یک جایزه در من بسیار مهم بود که من در سال 2001 در فرانسه در 60 سالگرد یونسکو دعوت شدم، دعوت شدم که در هیچ یک تنها یک زن افغان از تمام یعنی دور دنیا یا آسیا یا اروپا یک خانم افغان دعوت می شد. وقتی که اونجا رفتم، خب رنجا رو البته هم رنج رفت به خاطر که تنها نمی رفتم، اونجا که رفتیم که تمرین است و تقریبا از مبالغه نکنم از 30 مملکت یا 25 مملکت هنرمنداش آمده بود و همی لذی کمه خودت صحبت میکنم، همی جایزه و تصویری که گرفتیم پیش روی ماست که امروز بازیره بر خودت البته که لایف آمدم از طریق برنامه برم وطن. اونجا که رفتم دیدم که وزیر اطلاعات فرهنگ محترم آقای سید مقدون رئیس بود آمد، بسیار متاثر مفتوم. چرا؟ گفتم این نوازندهایی که بر خودت از افغانستان خواستی به هندوستان تیاره را بسکدن شاید که یا نرسن چی کنیم، و خود برنامه سازی که در فرانسه گفته اگر تا نیم ساعت دیگر موزیک افغانستان نبود با افغانستان اصلست
ولی من اینجا واقعا میگم من یک حالت داشتم که فکر میکردم خانه من چی کنم بهتر یک فستیوال بزرگ سالگرد 60 سالگرد یونسکو که بسیار چیز جالب و بسیار معتبر بود و آخرین بار که یک هنرمند بود از پاکستان که ای رفت و خانم سجیه ای با حق یک هنر در این استیج آمد که من برخانت بگویم ای امره پایه خود که بالاتر از زینت زانیازی بود یک رقم زنگا و یک چیز بند بود ایره میره وقت با داخلی از این پس هم رای پایین پای خود یک موزیک دیگر رو میره وقت باز با یک بست خود یک موزیک دیگر رو میره وقت باز با دهن خود یک موزیک دیگر رو میره وقت در پشت شانه خود یک موزیک دیگر رو مانده بود خود رو میره وقت من گفتم برو بابا خانم پرستو دیگر خلاص استی این آدم به یه اونر میره چی خواب کنی که بری خود این نفری که موظف همی یونسکو بود آمد گفت خانم پرستو نوازنده ایت آمد یک وقت بود که سجیه جان آل خنده بود آمد آل نوازنده به دلی زمده به یار کش میکنیم یه که واقعا خدا کش میکنه یه که کنجی خدا من میگم یکی زگرا کشید میگم تو بریم گفتم بریم خورستی بروی استیش و واقعا هیچ وقت در طول زندگی عمر خود فراموش نمیکنم که صدای نمیشنوا وزیر وقت فرهنگ افغانستان و در این تالار تمامش خارجی بود از افغانستان شفیق جان عبیبی نطاق بود و آقای تنین از بله آقای تنین از نیویورک آمده بودند و بسیار یعنی به اصطلاح و بزرگا و کلامایی که در اصل دولت بودند بودند دیگر اتفاق کرد از اون مدد و نموجی از درخشش کردم که تمام استیج من گل پر شد و همه مردم به پای استاد شدن و افغانستان جایزه اول گرفت و این دیگه برای من از این که خودت بگو که خوشترین وقت خاطره زندگی من در کجا می باشه در بین 30 مملکت یا 25 مملکت افغانستان با طبله با ارمونیه با اینا صدای شرقی کالا افغانی اونا پوشته بودن ما پوشته بودن وقتی که بیرون در آمدم خانی فیلم از من گرفتن و در اونمو شو کتاب در ظرف 2 سال کتاب من چاپ شد دمی تمامش پیش من در یک جشنواره آدمی اخترین خاطر زندگیم چی بود اخترین خاطر زندگی می بود که من وقتی که از افغانستان بیرون می شدم اون روزهایی بود که یک عروس و داماد منتظر من بودن که من باید برم به روسیه دیار بخوانم و من مجبور بودم که من از افغانستان بیرون شم و برازی بازم تلفن کردم گفتم من بسیار دوست دارم اما میبینی که حوضا بسیار وخیم شده و من باید کتی اولادای خود از افغانستان برم و این دمی پیش دروازه استاد بودم یه عروس داماد به مکرم دمی دان دروازه خانم استاده بودن گفت خیامی از تاگرور اینمیان بر ما بخوان ما که روی استیج رفتیم دیگه از تاگرور نمی کنیم تو بیرین پیش دروازه اینمی از تاگرور بر ما یک زمزمه کن و این تفترین خاطره زندگی من بود که حالا قدرشن که ما باید روسیشان بخوانم اما وقت قدر تم شده بود که برامدم نتانستم خوانده دیگه بسیار خاطره خوش دارم بسیار خاطره خوش دارم مطورم نیست که من زندگی و نری رایی 41 سال با خاطره خوش سپری کده باشم بسیار خاطره ترس دارم مثلا یک وقت یک نوازنده تیاریش به وقت آمده نرسیده مثلا یک وقت به یک برنامه رستیم با یک آدم به رفتیم برخود کردیم که با چطور از روسیا رو بکر آمدیم یکی از روسیا رفتم نمیرم به کجا رفتیم و ما موسیقی را آمدن عزیز بین خیر یک شوخی هم کنیم یکم خندم بکنم آه خیلی هیچ خنده مرا امروز مرا خنده ندادی آه ما معمولا ساعت 2 بجای به سالون میرفتیم که در اینجا بازنی ساوند سیستم یاره ست میکنیم در نه اتاق بود میرفتم اونجا بویای خود جور میکنم یا لباسهای خودم میپوشتم سجیه کم در اینجا ساوند سیستم یاره ست میکنم مدم این اتاق بودم که یک انگرم یک دویدن شد همین که برامدم سعی کردم که یک خانم منظوم نازنین پیش و یک آقا چطور رو میپشت از این میدوه و این رو میگه تو بر چی نقل ناوردی آقا رو میگه دیگه من تو بینه میگه توتر توتر نه کنم او خدا رو من رو اینجا رو میگم بیا یار خلاص بکنه از این خانم از خود چرا گفتی بسیار شوهرم بدخوی است و همین بود مدامی بود و تاسف که گفتم این نقل یاد نرفته حالا من رفتم پیش از این کار از این عذر کنم گفتم خیر برادر قندور خیر گفتم نازنین همین کار نکن گفتم من به نیارسی آمدیم اگه تو گفتم توقف تحصیل کنی هیچ خواردن من نده گفت نه من برات وادا میتم فزونه می دقیقه ممت یک آدم سرشار خوب هستم خو یک نقل پرسان کردم یک وقت زمی خواندن هستم که نمی آدم اما بایستی دین پیشیری مستره شده من خانم میگه تو خو مرا نماندی که رهی را دوال محال کنم تا با ریزن
یک جایی رفتیم یک موضوعی بوده در اونجا مادم هست که باشم یا مسی خراب نشه. همین که در جای داخل میشی میری با چقدر موزیک کنی، چقدر از تو راضی باشن، چقدر با خوبی از این محفل برایی، این خود این مسئولیت یک ترس از برای یک هنرمند. اینه چون سال چون یک سال هست از یک هم باینمی کسیم باینمی محبت ها یا خوب یا خراب با مردم عزیز خود تیر کنیم. اما یک چیزا باید نمی تلویزیون از مردم عزیز خود سپاسگزاری کنم که من از تا امروز پرستو هستم و یا شهرت دارم یا محبوبیت دارم یا مردم من رو دوست دارم، من قربان مردم خود که هیچ وقت هیچ کسی هیچ چیز من انجام شور داده نداره و فقط اینمی محبت صادقانه مردم است که من در هر جا میدم و استاد و استاد من پرستو من پرستو غیر داسمان گای استرالیا گای افغانستان گای جرمنی گای دوبن ولی هیچ در خانه رو پیدا کنم نمیتونم. خب بیا کمی آهنگ دل آدمه که در شب جشنواره در دالیز جشنواره در خانده بدیم آهنگ بگذاریم یک دسی دقیقه بر بیننده. امید است که این آهنگ کسی کپی رایت نکرده باشه و کپی رایت کرده باشه بسیار کار خراب میشه. ما از فیسبوک میبریم امیر یک چند دقیقه بشنیم برمیگردیم با بیننده عزیز میباشیم. موافق هستی؟ اوکی جان ما. بیننده عزیز گوش کنیم که پرستو جان از جشنواره در اتاق سالون بسیار بزرگ بود از اونجا بر آمده. من نبودم متاسفانه، من رفتم، اما پرستو جان امی به دور و بر شما فقط هنرمندای جوان میبینیم که همراهش یک جای دل آدم لا 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 را میخوانه. واه 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 با هم نگاه میکنیم. دل آدم میشه چشمه اما دنیا شما دیدیم که پرستو جان بدون از اینکه میکروفون باشه یا ساوند سیستم باشه با چی زیبایی و چقدر صدای مقبول و صدای بلند و صدای گیرا و صدای رسا یا آهنگ خان. و خوشحال هستم که کپی رایت نشده بود و به می خاطر در فیسبوک ماندیم. و پرستو جان سوالای کوتاه کوتاه میکنم.
خواهش میکنم کوتاه جواب بدی، به خاطر اینکه یک برنامه دیگر داریم بعد از برنامه ما، برنامه گل و گلزار است. آهنگ مورد علاقه، بمی آهنگای از تمام هنرمندا را میگم، تنها آهنگ از خودت نمیگم، آهنگ مورد علاقه که یک آهنگی که از یک هنرمند بسیار بسیار دوست داشته باشی، مثل که من آهنگ دل آدم را دوست دارم، کدام آهنگ است؟ ساکشه جان، به انتخابی که یک آهنگ بگویم نمیتونیم بگویم، هنرمندایی که خوب میخوانند، غزلای مقبول میخوانند، همه گیره دوست دارم، مختلف نجیم جان دوست دارم، فلاجان دریا رو دوست دارم. نه مگر یک آهنگ، نه غزل خانه رو از یادتر مشتم دوستشان دارم. خب اینا خواهواز خانه هستن، اما یک آهنگ را که بسیار دوست داشته باشی کمیشه زمزمه کن. یک آهنگ را که بسیار دوست داشته باشم از کدام هنرمند دیگه یا از خدا میگه؟ از هنرمند دیگه را میگم. بله، از هنرمند دیگه که دوست داشته باشم دیگه بطن بگویم یک خواندن فراجان دریاست، این وطن دیما وطن کل میشه. اوکی، غذای مورد علاقه چی است؟ کدام غذا را بسیار زیاد دوست داری؟ باور کن که یک آدم دیگه برستم که گشته باشم و به هر چیز باشم میخوام. نی من خاشک، من خاشک دوست دارم، من حال غذای مورد علاقه تا بود. این از دو ماخه دیگه مورد پایی که بودی مستی ما باشد خوش. کدام رنگ دوست داری؟ رنگ سفید زیادتر دوست دارم، اما رنگ های شوخ خوب دوست دارم. ما همچنان. عصبانی میشی؟ با خدا نه، اون خودی دیدیم از چقدر باوصله هستم. نه باوصله خواستی، مگر هر انسان در زندگی یک بار عصبانی میشه و اگر عصبانی شد یعنی چیزی که بسیار منفی باشه که یعنی ازت به اندازه دروغ باشد باز بگه من رو عصبانی میسازه، یعنی ناراحتت میسازه. بشی تو ناراحت میشم که میگم خدا را میادم که یقدر بیقل است و یقدر دروغ میگه و ایچی یک تومت میکنه بیا کمی تکت تکر کنم. آها نه امون نفر که عصبانیت میسازه و ناراحتت میسازه، یک روز بگیرید که اگه بیای تکت کش میکنی. خوش که بیای دیگه، اما در جایی که گوشه که بگیریم بیای که کس نباشه. بیننده عزیز، ما در لاس ویگاس در یک پروگرام بودیم در حق پرستو، بسیار اینا چی کردن؟ بیعدالتی کردن. پرستو کس؟ پرستو حق خودم میگیره، حق بر آدم داده نمیشه، باید آدم حق خودم بگیره. پرستو جان روان کرده بود آهنگایشه، اون نفر به هر دلیلی بود گفته بود ولی آهنگایت نرسیده. امور قصهش خودت کو. یادم نمیاد. من از این مال افغانستان بودم، یک برنامه گرفتن به لاس ویگاس که اگر از یادم برسته که برنامه چی بود، خب بسیار در مزیاد زنگ زدن که حضور خود تیجه باید باشه. اول شبانه جانم گفتن به شبانه جان بود مادر من خورسته نمیتونم، ایچ امکان نداره، خیلی خودت مادر برو. من از تی نمیرفتم و از اینجا رفتم تا لاس ویگاس و چکر رفتم. گفتن آهنگویت من ویدو آهنگ خود برشاندم سیدی بر مسئول بخش برنامه را آهنگ خود برش دادم. گفتم یعنی دو آهنگم از شب اول که بود اینا دوبه خانم ها میخواندن و آخر کس میخواند. گفتن نوبت هنرمنده رادیو تلویزیون و هنرمنده که از سابقه برستن بر شب بعدی نفتم. بسیار خوب خوشم اولیم که رفتیم همونجا ششتو بود به سلام هم از جای دور و از افغانستان تا لاس ویگاس رفتن واقعا بسیار هم سلامندی میخواید. دیدیم به شب اول هم خوب کد بدنی و بخانی بخانی بخان گفتن سبا شو شما تو آن سبا شو که بیش من افر آمده من میگه که خانم پرستو بسیار یک واقع خراب شده. گفتم چی شده؟ گفت بلا آهنگایت گم شده. مفتم خوب؟ گفت چطور؟ گفتم یک اپنا باید بزنم که من چرا یک سال اسمی خانم و من میفهم که تو چرا ولی جا بر نمیگی که آهنگ آمده شده. گفتم یک چیزی یادت باشه که من که دایی کنسرت هم شما نخوانم هیچ خواننده ایت خواننده نمیتونه و تو فکر نکنی که من از امریکا از افغانستان آمدیم و در اینجا آمدیم و یک خانم تلاستم و در شعر تو بلد نیستم، یا فکر کنی که ملسان انگلیسی رو نمیفهمم یا کسی رو نمیشناسم. گفت که حالا خوب گم شده. من گفتم که گم شده، ما برات میگم که تو هیچ هنرمند رو در روی استیج آنان صدا نمیتونی تا که آهنگای ما پیدا نشه. خب
آبی بود که رفتم اون طرف ایره خواستم دلیرون گفتم بیا دبیر گفتم چرا آرانگاه مگه بشنه گفت به خدا می نمیفهم گفتم اینه من به خوبی برست میگم مشکلی که پس بسیار از یه بادسه کلام میشه خلاصه به مهمت به خداوند برمی هنر مداده و به اون تمام که من موجه رفته بودم یعنی بامی که بسیار دستار بازی کرد یعنی من یادت میاد واقعا برتن بگویم یکان جای آدم مجبور میشه که واقعا بسیار مردانوار از خود دفاع کنه چرا هنرمندایی که در اوجا بود مثلا چرا آهنگ استاد ملش گم نشد چرا از بجان سلیم گم نشد چرا مثلا از استاد الفتاحان گم نشد چرا از دفرشان گم نشد مثلا از خانمدهی بعد خانمدهی روان اوجا بود که لازم نمیبینم نام بگیرم چرا از او گم نشد ما گفتم یا آهنگ ما پیدا میشه یا ما داری استش میرم یا شما بنی امریکا نمیتونید کنسرت بتین نه ما تو کنسرت شلون پرچاو کردم و کنسرت نمونده بشن که بتن تا سبا شو که اینا آهنگ ما پیدا کردن و رفت سبا شو ایواز یک آهنگ هم تو دو آهنگ جانانه خواندم و سجه جانم در موجه حضورش بود و از افغانه عزیز ما تشویق کردن بسیار کم زدن نه مگر بس نه مگر بسیار بیربانی شدن اما یکی تیر چیزیست که آدم بیتم سطیع دو تیر شده که یک لباس آدم از بگیره دوزی کنه یک انگوشتر آدم بگیره دوزی پیسی آدم بگیره دوزی کنه یکی دیگه آدم نمیدونه که بازدار آدم هم مردم دوزی کنه از استیجم مردم آدم هم نمانه و کسایی که لایقه همو استیجم نماشه دوزمون جانانه دیگه همو آنگاکای خود خانتی با پایم شده بابر نیم مگر ما خب ما میخوایم مام اینال ما که ما اونجا چشم دیده خدا بگویم یک دفعه آمد نفر برای استیج گفت برنامه خلاص شد و مردم هم بسیار تکت خریده بودن تکت های قیمت خدای این برنامه چرا خلاص شد آل پسان چنیدم که یادم بر پرستو جان گفته که خودت امشب به آهنگایت گم شده یا هر چیز شده آهنگ چی تو گم بشه میتونست که برو از طریق یوتیوب بگیره و هر رقمه که بود این کار بسیار کار مشکل نیست پرستو جان برش گفته که یا آهنگای ما پیدا میکنی یا کنسرت نمیاله کنسل میکنی و هیچ کس دیگه هم خواندن نمیتونه و این آدم مجبور شد که بیای کنسرت کنسل کنه فردا شبش که رفتن و عذرزاری کردن پیش دار اتاق پرستو جان رفتن و هر کدام رفت و این رفت و آن رفت و بسیار عذرزاریش کردن که باید حتما بیای بخوانی به خاطر از اینکه یک عده مردمی که منتظرت هستن باید بشنون خب قبول کرد آفرینش که قبول کرد اگر کسی دیگه می بود به این به احترامی به توهینی که به مقابل شده بود باید نمیخوان خب آمد بروی استیج قرار بود دو آهنگ بخوانه باز در اینجا به مقابل ازی بی‌عدالتی کردن و اما چشم ما به طرف چشم در روی استیج به صف اول نشستیم بیننده ازی صبر کنین ما در صف اول نشستیم و بسیار با پرستو جان نزدیک هستم و پرستو به طرف من نگاه میکنه به این مجرد که آهنگ خدا خان این نطاق تق 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 بروی استیج آمد همی کامد ما طرف پرستو جان یک اشاره کم که یعنی پشت سر تا نگاه کن پرستو پشت سر خدا نگاه کرد دید که یه نطاق آمد خودی شب هم نماندنش که بخونه عالم شب هم میخوان که از موبین سحنه پسش کنن یعنی به خاطر چی؟ پرستو بر از اون نطاق گفت بی بی جان بر چی آمدی؟ برو 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 گفت نی آمدیم تاری خب ایران مان که چی جواب بده گفت نی بی بی جان برو که من یک آهنگ دگام دارم او را که خان اما آنقدر جالب و خنداور بود که ما بر شما گفته نمیتم شما چون در او اصلا نبودین بیرنده گل بری خط هستین بفرمایین سلام و عرض ادب دارم خدمت خودت سجی جان گرامی و طریق خودت و این بانوی بسیار بسیار سخنور بانوی مهربان زیبا دوست داشتنی افتخار افغانستان پرستو جان بزرگ افغانستان صورت گلشان می بوسم به یاد 35-36 سال قبل از امروز آغوش خود می گیرمشان جنت نازشان می بوسم به یاد اون وقت که گل زیبارم به غلق موی خود می زدن با زیبایی خیلی کننده ایشان منزل دوم رادیو را نور افشانی می کردن بازم از طریق خودت سلامای گرم خود خدمت تمام شنوندگان بسیار بسیار وفادار و دوست داشتنی خودت افغانای عزیزم در سر و سر دنیا می رسانم جانم جا عادلا جان هستی قندول من ها؟ دیگه غیر از من دیگه کی بیتونه در این آوقتی مزرعه مست کنه از اینکه در کار بودم با منظرت نتانستم
عادل جان گل عزیز من یک دنیا تشکر. پرستو جان شنیدی صدای عادل جان گل؟ قربانت میشم، آمدی تا موج میکنم، قربان کلمات مقبولت که من لایقی کلمات زیبا بنستی، بنده بسیار عجز میره بنستی، همیشه خودتان در قلب مستی، خودتان زیباییت یاد میره. هیچ وقت من میشه میگم تلویزیون ملی افغانستان خانه ما بود، واقعا که در اوجه اقرار به سفر و محبت و صمیمیت حال ما در کنار هم گذاری خوب کردیم که تا امروز میتونیم یکی دیگر را روش بگیریم. بگوزم روی ماد تماش میکنم، قربانت میشم، سپاسگزار هستم از ذره نوازی تزیز من. بهش میکنم شما بسیار بزرگوار هستید. من اون زمانی که تازه از مزار شریف آمده بودم به رادیو، در منزل بالا هم شعبه اخبار تاجر شعبه شما بود، شما ازدواج کرده بودید. من به بانی اخبار هر لحظه جناب میرابی سریادشان بخیر مدیر نتاقا را میگفتم اگر اجازه بدید من میرم اما نوت اخبار من میارم از بالا. اینا دو سه دفعه از من پرسان کردن که سفر چرا کدر دو طلبانه میری. آخر گفتم میفهمید من امو سوما جان گم شده خود در بالا دیدم، امو پرستوی زیبا را در بالا دیدم، اجازه بدید که روزی یک بار خودم بالا برم اخبار را بیارم که دقل صورت نازشان را ببینم. چی خنده یا بسیار قربانتان. من بسیار خوشحال هستم که شما صحت و سلامت از افغانستان برگشتین. برای شما بطور که بیشتر در مسیح بسیار بعجله نوشتم، طول عمر با سعادت میخواییم که سالیان زیاد کنار سه فرزند یا دخترهای گلتان باقی عمرتان به شادی و لذت بگذرانیم. خداوند غریق رحمت کنم مهریار صاحب بزرگواره که آواز جاویدانی از اونا جاویدانه مان، اما اون محبت شما را هیچ یادم نمیره که همیشه میامدم با موز دالیس که وقت میترستیم شما پالی هم نشستین و میریات دلوی میز که دنگشتای خود میزدن و عربیتان زمزمه میکنید. بسیار خوب را تشکر عادل جان گل من، قربانت یک دنیا ممنون. خلبان بستم که امرایتان هم صحبت شدم. سجاد جان خودتان از خودتان نهایت سپاس گذارستم که با هم تو برنامه های ناب و شنیدنی و دیدنی بسیار بسیار ماندگار بر ما روزها را روز خوب و شاد می دادیم. تشکر قربان چم، تشکر یک دنیا تشکر. امروز خوشحال هستم که یک تعداد از خانما برای خط آمدن به خاطر پرستو جان، اما زیادتر باید برای خط می آمدن. ما در زمانی که ما آهنگارم میگذاشتم صدای تلفنم نمیتونستم که بگیرم، سوالات ما تمام شد. اگر شما علاقه مندی، وقت برنامه تقریبا خلاص شده، اگر شما تمام شده، اگر شما علاقه مندی داشته باشین که با پرستو جان صحبت کنین، میتونین زنگ بزنین. بیننده عزیز برای خط هستین، بفرمایین. سلام، چطور هستید؟ خوب هستید؟ چیا دارین؟ تشکر از این پروگرامتان و از پرستو جان. یک سوال میکنم پرستو جان، ما آخر کشنم پیشرم فون کردم، یعنی موضوع اصلی بودیم در مکتب مصوی غوری، اگر یادت باشه مقدس جان مخفی معلم جغرافی ما بود و همچنان رسیم و مخفی اندوه ما و شما بود. اگر اطلاعی از این مقدمه اگر مقدس مخفی در جرمنی سک اطلاعی از اطلاع مخفی و مقدس مخفی داری، اگر داری لطفا انور از ما بود خوش میشم. تشکر بسیار زیاد، وقت را نمیگیرم. تشکر. تشکر جانم. از اقلیما جان خبر داری پرستو جان؟ سجی جان گرامی خبی فهمم که به جرمنی زندگی میکنن، اما متاسفانه اخوار عزیز برتر بگویم که تلفون شانه ندارم، نمیفهم که در کدام شهر زندگی میکنن. هر بار اگر ما پیدا کنم حتما انشاءالله به شما خبر میکنم. یک چند مسیج از بیندارم میخوانم. مکای جان زوری جهانیار گل از او بوسه ها و لوایت که در اینجا گذاشتی یک دنیا تشکر. سوسن زمانی، خب شما برای مکه جان نشته کردین. چکچکا و اینا و کفزدن ها بسیار زیاد است. بوسه ها برات بسیار زیاد است پرستو جان. فرزانه جان مقصودی نشته کرده درود به تو پرستو جان انجره طلایی، هنرمند خوب، هنرمند دلها، گلاخ و بیشمار است. غلام احمد احمد حمید نشته کرده که خب اول صد سلام برای شما که به من سلام گفتید. پرستو جان از اول که آوازخوانی را به رادیو افغانستان شروع کرد به نام سوما بود، یعنی نام اول سوما بوده، بعد از او بزرگ استاد خیال حتما تغییر داده.
سلام وطن، سلام وطندار. پرستو جان طول عمر و صحت برات همیشه خواستم. رخسار، رخسار جان پوپل، برات نشته کرده که همیشه شاد و موفق باشی. کسایی که خواندیم دوباره او را تکرار نمی کنم، از کسایی که تازه پشته می کنن اونا را چی می کنم می خوانم. صدیقه جان نعیمی نشته کرده که درود به پرستو جان نازنین انجر طلایی و هنرمند دلها، سلطان قلب. این سلطان قلب هم شدی جیگر، یادت نره. ملالای جان سعیق صدیق ببخشید روی مقبولت همه بوسه. دنیای حقیقت مخو مسجای تا خواندم قندولک مسجی یک نفر گفتم یک بار میخوانم، اما بسیار مسج گذاشتی. یک دنیا و یک جان تشکر، ممنون، سپاسگزار. فیصل جان یونس نشته کرده واقعا مردم ما هنر پرور هستند، بسیار عالی بود برنامه پرمحتوا. خب پرستو جان باعث شد که برنامه را بسیار پرمحتوا بسازه. ملاله جان نشته که رخ نشد جان من، زنگ زدم. چرا زنگ بزن اینال رخ میشم، چرا رخ نشد؟ پرستو جان بسیار جد ازت استقبال کردن، تقریبا دو نیم ساعت شد که ما و خودت به لاین هستیم، به مصاحبه هستیم و چند صد نفر در فیسبوک همراه ما یک جای هستن که البته ما واقعا قلبا از تمام یموطنهای عزیز نازنین واقعا سپاسگزار هستم که قدر محبت میکنن و همراه ما میباشن. شفیقه جان احمدی نشته کردین که پرستو هنرمند خوش آواز ما، موفق باشه. حوریه جان عزیز نشته کرده که هنرمند گل، پرستو جان خوش صدا. یقینا که پرستو جان صدای بسیار زیاد گیرا داره. تا این لحظه که با ما چی در فیسبوک یا چی در هر کجایی که بودین، بیننده عزیز، یک دنیا ازتون تشکر میکنیم. بیاین که اول از پرستو عزیز تشکر کنم، بعد از شما. پرستو جان گل ما، چی برات بگویم قربان چم؟ یک دنیا از آمدنت، از این صحبتای نازنینت تشکر میکنم. همیشه زنده باشی، همیشه بخوانی، همیشه مثل از امود درخت نیرومند استاد باشی که هیچ شمال این طرف و این طرف نبرید. و آفرین برات میگم و تحسینت میکنم و برات احترام میگذارم که اقدر فعالیت میکنی در عرصه موسیقی. یک آهنگ بسیار بسیار مقبول ازارگیر خواندی که بسیار مقبول است آهنگ، که البته من کوشش میکنم که آهنگ شب بارانی تا که او را RTA که فکر میکنم تلویزیون افغانستان است، نامکای خودم ماندن به آهنگت که به اونا هیچ مربوط نیست، که خدا کنه او را کپی رایت نکرده باشن. و همچنان آهنگ ازارگی تا هر دو را پشت سر هم دیگر میگذارم. بعد از او برنامه گل و گلزار است. اینال هم پرستوی نازنین من، هر چیزی که دلت میخواید برای وطنا بگو دیگه، که از حضورت مرخص میشیم و میریم که برنامه خلاص میشه. سوا میکنه یه چی دل باشه که آدم رسوا بسازه، یقینا. خب قربان محبتتان، صد سلام بروی ماهتان، الهی که همیشه زنده باشین، سلامت باشین، که دو ساعت دو نیم ساعت با ما در لین هستین، دو نیم ساعت در فیسبوک هستین، در تلویزیون هایتان هستین. دوستتان دارم، تمام گلای زیبای هالند نثار قدم هایتان. ای بود پروگرامی هفته ما که امید است مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده سر ساعت 11 که باز هم میمان خانه های شما و میمان فیسبوک های شما، فیسبوکی های گل میباشم، هر کدام شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم، هر کدامتان در آغوش میگیرم و میبوسمتان. Love you. خداحافظ. Bye bye.